آقا ما مالیات داریم میدیم که اصلا وقتی یه مسئولی یه کار اشتباهی میکنه یقش رو بگیریم راست شو بخوای. من خیلی دوست ندارم راجع این آدم رو کنم از الان به بعد برنامه چیه؟ از بچگی طولانی مدت تیش راقت برنامه ریزی نکردم اگه این حوش مسئولی اومد کار بنام انجام چه بهتر؟ من بیشتر به تفریحات و چیزایی که دوست دارم میرسم نوشته بود که کاری که ازش لذت می‌بردم، هم از دست دادم یعنی حداقل مینینگش رو از دست دادم زود برای نگرانیه البته با سرعت پیشرفتهایی که یهو داریم در روز میبینیم یکم عجیب غریب شد تو برمه آنافیشیال کلاب هاوس رو درست کردی یعنی ها یه روز صبح بیدار دیدم کوشش زنگ می‌خوره برایشون پرایوت بره خب حس می‌کردم راجع به کلاب هاوس دیگه اصلا نمیخوام میخوام دهنمو باز بکنم راجبه نه نکن به نظرم لطفا یه سری این رشته توییت هم هست مثلا میاد دیگه دیگر آدم مارکتینگ هایر نکنید این سافر این کارو میکنه فریب رسانه است متاسفانه به نظرم علاقه ای که نتونی ازش پول در بیاری من معتقدم از حالت علاقه خارج میشه کار باحالی که آدما میکنن انترپرنور میشن استارت زدن نیست پشن و کردن متاسف جای هم هوله دنیایی که الان این نسل چیکتره داره کار میکنه خیلی نویزیه من دو سال وقت گذاشتم تا زبان فارسی رو یاد تست کردم هنوز نمیدونم درست چیه من الان خودم الان یک بزنم جای یکی تازه میخواد شروع بکنه با اینکه میدونم الان دیگه یه اصلی با چت جی پی تی و اینا این کارا رو داره میکنه واقعا شاید یه مقداری برام سوال بشه که از کجا شروع بکنم برای برنامه‌نویسی من فقط میخوام از دید ببینیم یه کما و بعد راه حلم براش پیدا کنیم میلاد نوری بیشتر میلاد نوری باش بیشتر این دوستان مسئولمون رو پاسخگو قرار بده من معتقدم هممون در هر جایی که میتونه باید کار درستو بکنیم دیگه هر جایی هر جا که دستمون رسید کنیم شروع کنیم آقا بالاخره چطوری میلاد سلام خوبم مرسی سویل عزیز مشتی هستی <HAEL> کاپتان کشتی هستی هستی ما <ص sentences> میلاد خیلی یعنی توی توییتر و اینا انقدر منشن و انقدر دارک مسیج و که آقا بیا با میلاد نوری صحبت بکن که دیگه من آ... وقتی داشتم نگاه میکردم اینطوری بودم که میلاد خب به من اسمتو شنیدم میدونستم که در حال فالوت داشتم تو توییتر و اینا ولی خب یه مقداری که دیدم انقدر منشنا داره سنگین میشه و اینا که با میلاد صحبت بکنم دیگه رفتم پی قضیه و اینا نگاه کردم میگم دیپتر رفتم نگاه کردم دیدم پنجاه کی فالوور رو نمیدونم خلاصه من نتونستم یه بفهمم میلاد نوری چجوری باید آدم کنه گفتم بذار خودش تو پادکستش بپرسیم نگه آره به من خودم که برنامه نویسم ولی خب سه تا سایت دارم از نظر خودم دیگه یه برنامه نویسم که کاری که فانه برای خودم رو انجام میدم مثل همون نسخه غیر رسمی کلاپاس که نوشته بودم مثلا یه نمونهشه مثل اپ نتبر که رو نوشته بودم مثلا باعث شد خیلی ها بشناسنم از اون ما یه شرکت داریم خب تو اون شرکت حالا اسم من رول مدیر رو دارم و خودم برنامه نویسم کنار بقیه دیگه ولی باعث شده خب من با شرکت های مختلف جلسه برم تجربه اونا رو داشته باشم تجربه کسب و کاری قراردادی مالی چالش هایی که اونا دارن یه قسمت هم که یه شهروندم که گیکم و مطالبه گرم حالا این ستا جمع شده توی یه نفر دیگه خیلی وقتا وقتی یه نفر یه حرفی از اینا رو میشتمه براش مثلا عجیبه مثلا اگه من بیام من راجع به قرارداد با یه کسب و کار توییت کنم همه میگن خب برنامه‌نویس چرا اینو داره میگه یا ممکنه وکیلا مثلا گارد بگن تو چرا اینو داری میگی وقتی بیا مثلا چهار تا آپدیت یه اپی رو معرفی کنم خب اینو اون میلاد گیکه داره میگه که هر روز اپاش آپدیت میکنه چک میکنه میان میگن مثلا شأن برنامه‌نویس در حد معرفی مثلا آپدیت آوردی پایی میدونی یعنی گارد همیشه هست اگه بیام راجع به سئو توییت کنم خب خیلی هم میگن تو برنامه نویسی یا چرا در راجع به سئو تو صحبت در حالی که مثلا مجموعه که ما تو شرکت باشون پروژه فنی انجام هر کدوم متخصص سئو دارن مثلا همین امروز یکیشون دو سه صفحه پی دی اف ما فرستاده بود که مثلا متخصصش این تغییرات رو میخواست خب من خود به خود به سئو مسلط میشم تا یه حدی به امنیت مسلط میشم همه اینا خودم هم تایمای تا خالیم در واقع کار برنامه‌نویسی میکنم اینا رو باید با هم ببینیم دیگه آره 100 درصد و اصلا من خود من خیلی مخالفم با اینکه آدم ها رو در یک کادری و به اسم کاری که بیشترین زمان رو تو روزشون میگیره معرفی کردن این آدم برنامه نویس است این آدم برنامه نویس است هیچ اطلاعاتی از طرف شخص شخصیت برنامه هر... نویس هم هست برنامه نویس هم هست آفرین آره آه... مثل و... مثلا توی الان تو جمعه بری فوتبال بازی کنی اینجا من اومدم تو حرفت رو ببخشید <laughs> بری فوتبال بازی کنی و بیای راجع کتونی صحبت کنی من بیام گارد بگم آقا به عنوان یه به عنوان یه پادکستر چه راجع به چرا به کتون... عنوان یه پادکستر راجع کتونی صحبت کنی مثالی که می‌ذاری چه مثالی منه هم مثالی ولی کلا خب من دیدم دیگه تو مثلا کسی هستی که چون تعداد زیادی آدمی هم بهت گوش میکنن و به حرفات تو توییتر فالو میکنن و اینا آه آه مطالبه گری به قول خوده یعنی مثلا اگر کسی میاد ترسیانت صحبت میکنه ببین مثلا اگه تر سیانت بره جلو ترهش من خودم شخصا معتقدم به خاطر اینکه 99 درصد از بچهای استارتاپی خف خون گرفتن میدونی هستن مثلا من میدونم هادی فرنود وکال بوده تو این قضیه میدونم تو تو این قضیه خیلی حرف زدی ولی خب درصد خیلی زیادی هست یعنی الان مدیر عامل به حرف بزنه مدیر عامل استاپ باید حرف بزنه حالا ممکنه بیان یه بگم ما حرف زدیم ما ولی حالا اگه فکری استوری کردی و یک کلیک زدی رفته بود ما حرف نیست مدیرال دیجی کالا باید بیاد حرف همه باید بیان حرف بزنن اصلا نباید جرئت بکنن که یه همچین طره احمقانه رو بخوان راجعش حرف بزنن و من فکر می اتفاقی که افتاده اینه که ما آدما تو مثلا تو ایران اتفاقی که افتاد اینه که ما دیگه هرچی هرچی هر چی, هر چی بهمون گفتن گفتیم چشم و گفتیم بعضمون اینه دیگه ایران دیگه چه انتظاری داری دیگه یعنی من من خود من یعنی بیشتر تماشاچی بودیم دیگه نه بعد برامونم هم جا افتاد میدونی یعنی مثلا من خودم توی خونه او یه اتفاقی میافتاد مثلا میشیدم دیگه مثلا میشیدیم که دیگه ایران دیگه دیگه با چند هزاری دیگه داری دیگه اینان دیگه میدونی و انگار طبیعی شده میدونی و من اینو یاد یه جمله توی یه کتابی بود یادم افتاده بود از یه کتابی توی مالکوم گلدویل بود فکر کنم مثلا راجبش خوندم نگفتش که معمولا مثلا توی کارهای تبلیغاتی یا توی یک جامعه در حقیقت همیشه یک سری از آدم ها هستن یک درصد یک درصد جمعیت آدم ها هستن که باعث میشن 99 درصد بقیه دیگه آدم های جامعه بتونن یکم با خیال راحت تری زندگی بکنن چرا چون اون یک درصد مثلا تو اگه بری توی مغازه توی فروشگاهی توی مالی مثلا اگه زده باشه 20 درصد تخفیف به خاطر اون 20 درصد تخفیفی که اونجا سر در نوشته همه هجوم میبرن تو مغازه و شروع میکنن خرید کردن ولی وقتی که موقع حساب کتاب میشه و میرن جلو کشیر میخوان حساب بکنن و اینا جلو دخلیه میرن میرن حساب بکنن خیلی ها دیگه نگاه نمی ببینم آیا اون 20 درصد حساب شده آیا اون 20 درصد حساب نشد آیا قیمت واقعی خورد آیا به اند حساب کم کردن ولی همیشه یک درصد آدم ها هستن که میرن یو گیر میدن و میرن میگن آقا این 20 درصد حساب نشده و به بقیه هم میگن و بعد باعث میشه که جامعه یه طوری باشه که بقیه اینقدر نتونن راحت کلا کنن و با وعد وعید و اینو انجام دادن که اصطلاحش هم فکر کنم اون ویجیلنت کانسیومرز بهش میگن و من فکر میکنم تو خودتو یکی از اون یک درصد میبینی باید من که ایشاف تصمیم نگرفتم مثلا مطالبه گرشم یا مثلا مخاطب پیدا کنم حرفم و چارجو مثلا بازنش بدن این به مرور اتفاق افتاده حالا راجبون ترسیانت که گفتی اول بگم یه درد بالاتر از اینه که حالا خیلی ها میگی صحبت نمیکنن خیلی ها به من میگن چرا صحبت میکنی این خیلی درده حالا هر کی یا به یه کنایه یکی میگه مثلا ببین بعد از یه مدت وقتی یه قشر کمی صحبت میکنن اولا ماها تبدیل میشه به یه سری آدم قرقرو تو ذهن یه سری آقا صبح میلاد راجع بانک ملی قرض زده فردا راجع به تر سیانات زده پس راجع به اینترنت مثلا زاره پور قرض زده فرد پس سر... پس فر راجع به حذف که ایرانسل بخاطر اینکه همه حرف میزنن تو هم که حرف میزنی تبدیل میشه به یه آدم قرقرو حتی من مورد بوده که خبرنگار بهم به گفته آقا چقدر قرق میزنی گفتم من اگرم قر میزنم آقا برنامه نویسم وظیفه تو خبرنگار بری یقه فلان مسئول رو بگیری آقا ما مالیات داریم میدیم که اصلا وقتی یه مسئولی یه کار اشتباهی میکنه یقش رو بگیریم کار اشتباه که همشون فقط دارن کار اشتباه میکنن و کار اشتباه خیلی مستقیم تو زندگیمون اثر داره میگیم یقش رو بگیریم مثلا زارپور اومده گفته مثال میزنم آقای زارپور البته اومده گفته شهری شهریور گفته در روز دیگه ما پسا رو برمیگردونیم من برنامه نیست تو حافظه هم هست بعد از شش ماه میرم سرچ میکنم میگم آقا آقای زارپور اینو تو فارس نیوز و تسلیم خودمون گفته خودتون در واقع گفته و الان عمل نکرد خب چرا خبرنگار نمیاد اصلا وقتی من گفتم آقا چرا خبرنگار شاخکش تیز نمیشه بره پیگیری کنه بعد دوباره سه روز بعد میاد میگه خوردین به یه سری مشکلات تعرفه ها مثلا اینجوری شده دوباره ادامه مثلا تا سال آینده جلو میره خب این یه مشکلی که ما اولا خبرنگارامون خیلی پیگیری نمیکنن و منی که پیگیری میکنم برنامه نویسا که بهم میگن اصلا تو رو چه رسانه خب از اون ساید برنامه نویسی قضاوت میکنن خبرنگارا میگن که آقا فلانی رو ولش کن که همیشه داره قور میزنه حالا یه قشریشونا یعنی می از همه جهت هم میزننت دیگه این هم خیلی دردآوره من میگم اگه خودم حالا بنا به مصلحت بنا به تو شخصیت اون چه هرچی یه حرفی رو نمیزنم اگه یکی یه حرف میزنه حداقل کاری که میکنم بشن نگاه کنم چوب نندازم جلو پاش من ته زمینه میگم ببین من دارم مالیات میدم من همکارام هم فکرام همه کسایی که مثل من درصد پولمون رو داریم مالیات میدیم خب مالیات میدیم که روزی که نیاز بود و نا... یقه نماینده و وزیر و وکیل رو بگیریم آقا چرا این, این چه سرویسی داری به ما میدی چون برعکس دیگه در واقع وکی... نماینده مجلس و وزیر و رئیس جمهور اینا همه از پول ما دارن ارتزاق میکنن اصلا دولت 50 60 درصد درآمدش از مالیاته من تو چند وقت پیش توی جمعی از آدمای هم جنس خودمون که اتفاقا میدونم خیلی زودتر از من کار رسمی رو شروع کردن و مالیات میدادن شفاف از روز اول مثلا به اینا گفتن میگفتن چرا مثلا فلان قرو میزنی فلان بحثو گفتن آقا به خاطر این مالیات دارم میدم اصلا آقا من رفتم مغازه بستنی خریدم بستنی رو داره نصفه بهم میده معلومه یقه مغازه دارو میگیرم حالا اینو بیار جای برای بذار ب... اینترنت جای بستنی فروشه بذار زارپور حالا چون وزیره که نباید مثلا خودمون جلوشه حفظ کنیم که آی فلان ایونت مثلا ما رو دعوت کردن بتونی به کنارش بشینی ولی خب همین دوستای من مثلا می‌خندیدن میگفتن مگه اینجا سوئیس مثلا تو داری راجع مالیات صحبت می‌کنی ولی این صحبتی که مثلا من توی که جلسات بازجویی هم گفتم گفتم آقا این بس پیگیریای من سنفی بوده اکثرا و من مالیات میدم که این کارو بکنی یعنی باورم اینه ولی خب نمیدونم چرا عجیبه تو ایران متاسفانه آفرین چرا عجیبه ببین مثلا خیلی م... این مگه اینجا سوئیس ببین با شوخی خنده شروع شد مگه اینجا یعنی مثلا سر چند تا تیکه حالا مثلا کارهای خیلی خفن اینا اومدیم گفتیم اینجا مگه سوئیس مثلا بعد به واقعیت یعنی انقدر ما ایرانی ها یک سری افکار رو هی گفتیم هی بلند, بلند بلند با خودمون گفتیم که به باور تبدیل شد مملکت امام زمان دیگه یعنی به به, به اینی که همه چی آشوبه باور داریم و بعد این دیگه باعث میشه که ما دیگه کاری نکنیم مگر سوئد اینجا مگر سوئیس اینجا مگر نمیدونم این جملات این چنینی و ما چون آدم ما ایرانیا خیلی با نمکیم کلا <laughs> بعد دیگه از نم، نمک نمکامون به لوس بازی تبدیل شد میدونی یعنی یک سری اتفاقاتی باعث شده که ما دیگه بپذیریم که این دنیای ماست و بعد جمله غلط دیگری مثلا این داستان از ایران رفتن میدونی که حالا یه سری فکر میکنم اونایی که موندن ایران ببین من الان من خودم مبارزم من اگر از ایران اومدم بیرون دارم دینم و با درست کردن این پادکست دارم ادام میکنم از انفعال بدم میاد از منفعل بودن بدم میاد میدونی ولی یکی فکر میکنه من اومدم ایران فرار کردم اومونده ایران چون فقط تو اتاقش صندلی نشسته مثلا مونده ایران و خیلی باحاله و مشتیه و داره به کشور کمک میکنه و و این اتفاق وجود داره تو رو به خاطر این مطالبه گریات گرفتن چون من تو زیر کامنت ها دیدم که خوشحال بودن از آزادی میداد نمیدونم از این داستان ها و من اینجوری که من رو گرفته بودم آیا به خاطر این مطالبه گریاست ببین من واقعیت من حالا دو سه تا اتهام داشتم و حالا یه هفتش ترسم بازجویی داشتم من هیچ وقت مستقیم به هم گفته نشد که این توییتت مثلا باعث این اتهام شده حالا اتهام تو روند تحقیق ها کم شد زیاد شد دوباره کم شد و چیزی که رو منموند نشر عکازی به قصد تشویش اسان عمومی بود و اینجوری نبود بگن مثلا این یه دونه توییت و راجب فلان موضوع زدی کذب به مثلا منتشر کردی کل فعالیت من زیر سوال بود ظاهرا چیزی که برداشت خودم بود و یکی از دوستای من گفت پشیمون نیستی مثلا بابت این اتفاقایی که افتاده خب خیلی اتفاق جالبی نبود دیگه مثلا یه دفعه 13 14 نفر ریختن دفتر ما من شک شده بودم با اینکه مثلا حالا دو سال گذشتم از این اتفاق خیلی کمرنگ افتاده بود حالا خیلی اشاره نکرده بودم بهش چند وقت پیش تیکه خاطراتش رو نوشتم و یکم نسبت به بقیه بچه ها احساس کنم آماده تر بودم به خاطر اینکه تجربه داشتم یه ذره تجربه متفاوت تری ولی باز شک شده وقتی مثلا اومدن دفتر ما دوازده سیزده چهارده نفر بودن خندم گیره مگه اومدیم ریگی رو مثلا ببریم و من هیچ وقت نفهمیدم برای چی این اتفاق افتاد ولی خب از توییت های مختلفی که از من امضا گرفته بود توییت سیانت بود حالا مثلا توییتی تندی انتقاد به زاره کردن بود هشتگ هایی که مثلا بابت محسا امینی زده بودم بود حتی نمیدونم بخندم یا گریه کنم من تصاویری که با میجرنی ساخته بودم و منتشر کرده بودم از من امضا گرفته شد به عنوان فعالیت پوستر سازی مثلا خب بعد دوستم من گفت پشیمون نیستی مثلا اگه برگ گفتم آخه اگه بابت یه دونه تویت بگن این مثلا این کارو کردی مثلا این اتفاق برات افتاد شاید بگم حالا شاید من آدم هم دیگه شاید بگم غلط کردم ولی از میلاد نوری بودن با کل مسیری که اومدم نمیتونم پشیمون باشم از خودم بوده که نمیتونم پشیمون باشم و اینجوری شد دیگه حالا نمیدونم راجع چی داشتیم صحبت یادم رفت راجع میلاد نوری داشتیم صحبت کردیم میلاد نوری کیه و اینا هم جزء هم از داستانات دیگه آره ببین این که مهاجرت کنی نکنی یا هر چی من اگه تصمیم بگیرم یه روزم مهاجرت کنم مثلا فرض کن الان منتظرم ویزام بیاد مثلا یه ماه دیگه میاد باز تو این یه ماه کاری که میتونم درسته رو انجام میدم اگه یه اپ بانکی رو میتونم بهتر کنم پدر مادرم قبضشون رو راحت‌تر پرداخت کنن انجام میدم آقا من توی یه دونه دارم زندگی میکنم و هفته دیگه میخوام کلبه رو حالا ترک کنم حالا این کربه اگه د... درش صدا میده درستش میکنم اگر خیلی حالا وضعیتش مثل الان ما خیلی وخیم مثلا کفش رو ببخشید مثلا گوه گرفته با پا اینا رو میزنم کنار جای نشستنم درست شه یه هفته میخوام می اینجا زندگی کنم دیگه اینکه نه ایرانو مثلا بکوبیم درست کنیم این که ول کنی ول کنیم من دارم اینجا زندگی میکنم اصلا فارق از هر گونه نگاه وطن پرستانه میهن پر همه اینا رو بزنم من دارم اینجا زندگی میکنم تا کی ممکنه یه ماه دیگه ممکنه 10 سال دیگه کاری که بدونم درسته انجام انجام میدم در لحظه همیشه هم همین کارو کردم و به این عادت حالا این کسایی که دور این کلبه دارن خدمات دارن پول میدم یکی نگهبانشه یکی امنیتشو تامین میکنه یکی اینترنتشو تامین میکنه و بابت پولی که میدم و این صابخونه اگه مشکل داشته شوفاش خاموش میشه میرم یغاشو میگیرم ببین آره ببین راستشو بخواید من خیلی دوست ندارم راجع این صحبت کنم نه قیافاشون دوست دارم نه تیپاشون پاشونو دوست دارم نه احترام خاصی براشون قائلم نه به شورشون معتقدم که هست چیزی اونجا دیدم ها یعنی جاج دارم نمی کنم جاج که دارم میکنم ولی منظرم اینه که با یه شهودی که یه چیزی دیدم دارم میگم در رابطه با آزر جهرومی هم ببین من یه چیزی که خیلی توی ایران بدم میاد آزر جهرومی خب به خاطر اینکه حالا سنش پایین تر بود و بعد ده شستی بود و حالا یه مقداری همزبان بود و یه مقداری هم میدیا هم اومد دست شبی ایلان فاز ایلان ماسک برشه بود یکم توییتر و اینا فکر کرده بود بلده و با بچه ها راجبه گیم و پینگ و اینا این که تو چو توییتر حداقل میشنید صحبت ها رو خوب بود حالا من دیگه موارد دیگر نمیدونم ببین آره ببین منم با ایناش شال میکنم و خالی هم نمندم یعنی مثلا منم با آزر جهرامی بیشتر از همه حال کرده بودم ولی باز نسبیه قضیه ها میدونی چرا به خاطر اینکه من از وزیر ارتباطاتم من دوست ندارم وزیر ارتباطاتم فاز مثلا حالا یه سری اون اوایل انقلاب اومدیم و ما با مستضعفین و رو زمین نشستن و نمیدونم اینجور چیزها رو ما دیدیم ولی مثلا من از وزیر ارتباطات هم دوست دارم توی یه جای های تکی نشسته باشه با آخرین ماشین مدل بره بیاد در جریان اتفاقات روز باشه در بابا بیا دوبهی رو دقیقه نگاه کن دیگه میدونی دوبهی هم اصلا کرکوپرت میریزه اصلا این بحث ها من خودم از دیدن میلاد نوری خیلی انرژی میگیرم خیلی ازش یاد میگیرم پت تو اون ویدیوها که داشتم ازت نگاه میکردم یه پتی داشتی که احساس میکنم خیلی آباش همزاد پنداری میکنن من جمله خود من یعنی اینی که تو اول به شکل مثلا اینی که چون ببین من خیلی مسج میگیرم توی طبقه 16 اصلا اینجا هم بگم اونایی که دارن گوش میکنن خیلی آقای علوی ما چه انتخاب رشته باید بکنیم ما چیکار باید بکنیم به نظر شما این استارت ببین منم واقعا حالا حرفایی که تو خودت زدی الان بهش اشاره میکنم که کسی که داری گوش میکنه بفهمه منظورم چیه ولی منم عین تو منم هیچکدوم از راه انتخاب نکردم میدونی منم نشستم یه شب بشینم چراغ مطالعه رو روشن کنم بگم خب قدم یک قدم دو قدم سه یه گرند پلانی درست بکنم و بعد برم اونا رو انجام بدم آره منم هیچ انتخاب نکردم برنامه نویس باشم و همش از یه حس و علاقه ای شروع شد ما بدبختی مونه و سخته کارمونه که سنمون که دیگه داره میره بالاتر همه چی دیگه داره یه مقداری یعنی دیگه با اون شعور بچگی و با اون اتفاقایی که تو زمان بچگی بدون حساب کتاب میکردیم نیست الان دیگه باید بشین حساب بکنیم من اگر این کار رو بکنم تشی میشه من اگر وقت بذارم چی میشه من اگر این کار بکنم چی میشه ولی تو سن پایینتر تر ما یه مقدار رفتیم سمت وقتت برای آزمون و خطا محدود دیگه آره آفرین وقتت برای آزمون و خطا بر... و اون موقع مثلا حالا وقتت هم خیلی برات یعنی فقط میخواستی سرگرم باشی و علاقه داشته باشی یه کاری رو بکنی و وقتی واقعا من میپرسن که ما چیکار باید بکنیم منم نمیدونم آجی واقعا منم نمیدونم چیکار چی باید بکنیم ابزرو کردم شهود چه... کردم مشاهده کردم ببینم چه اتفاقی افتاده دو تا فیدبک داشته باشم ولی منم انتخاب نکردم تو خود از انیمیشن شروع کردی درسته؟ من آره من دبیرستان که بودم ببین من که دبیرستان خارزمی میرفتم از این دبیرستانه بود روبروی دانشگاه تهران از این دبیرستانه بود که آزمون ورودی میگرفت مصاحبه می‌کرد، بعد شلوار جین و کیف کوله مثلا ممنوع بود ریشت باید یا داشتی یا صاف صاف بود مثلا اینجا یه ذره ریش میذاشته گیر میدادن خیلی مثلا شرایط خاصی داشت بعد تابستون ها کلاس میذاشتن برامون تو اون شرایط من یه تابستون هم مدرسه فوتبال میرفتم مربی عبدالله چنگیز بود هم کلاس های خبرنگاری باشگاه خبرنگاران جوان می‌رفتم میرفتم که رایگان بود اولین دوره کلاساش بود و باشگاه خبرنگاران اون دوره ها نه مثل الان نبود مدل به وضعیت فعلی نرسیده بود و همزمان دوره رباتیک میرفتم یه جا یعنی همینا به خواست خودم بود نه فشار خانواده اون مدرسه فشار خانواده بود من این کارا رو میکردم بعد وقتی سال تحصیل شروع شد یکی از بچه‌ها گفت بیا انیمیشن کار کنیم اون موقع شرک تازه اومده بود مثلا خیلی علاقه من دارم به انیمیشن های سبودی شبکه دو خود صدا و سیما هم یه برنامه میداد تصویر و حرکت آقای قاسمی مثلا آموزش میداد آقای قاسمی تو مشتمفنی کلاس داشت من کلاس های همون رو رفتم و تنها دوره‌ای که تو کامپیوتر من کلاس رفتم و آموزش دیدم در واقع به یه جایی به صورت حضوری یا آنلاین همون انیمیشن بوده بعد جذب انیمیشن شدم از اونم رباتیک بلد بودم یه ذره کلاس خبرنگاری رو ول کردم ریاضی فیزیک میخوندم همه اینا دست به دست هم داد اومدم جلو و انیمیشن شروع کردم اون موقع انیمیشن یه گروه هم درست کردم سه نفری با دو تا بچه های دانش دبیرستان مثل گروه پویانمایان جوان بعد چهار مثلا شیپ سبودی درست کرده متریال و نور بهش داده بوده اینا رو رندر که میگرفتیم گفتیم عکس اینا رو بذاریم توی سایتی به عنوان نمونه بعد اونجا ما نمیدونستیم سایت چه جوری باید درست کنیم موقع مجله ها مثلا زیرش تبلیغ داشت یه جا هاست میفروخ یه جا دامین میفروخ ما نمیدونستیم باید چه جوری اینا رو بگیریم و من انقدر سویل از مرحله فرض بودم فکر میکردم اگه ما سایت بگیریم یه سایت رو اینترنت داشته باشیم اینترنت خودمون رایگان میشه فکر میکردم ما آی اس میشه اگه سایت داشته باشیم اون دور اینایی که داره که مال دوره‌ای که بدهی و جوکستان و تکتاز و اینا سایت‌ها بود که سر می‌زدیم بعد از اونجا شروع کردم و این که مثلا با سایت بزنی برای گروهمون باعث شد یک چهار خط اچ هم همون سالا فکر کنم مثلا 78 79 بود یاد بگیرم و ایمیل قدیمی من رو یاهو که بعدنم اومدم رو جیبن هر از میلاد انیماتوره ببین اه یه آرتیکلی اومد بیرون که یه نفر در رابطه با یه نفری که توی شرکت انیمیشنی کار میکرد و کارش مدلینگ بود 3D مدل‌ها رو درست میکرد و سالها بود داشت این کار رو تو شرکت میکرد الان این کار توسط ای آی داره انجام میشه یعنی این جنراتیو مدل‌ها که اومدن دارن خودشون اتوماتیک کاری که یه انسان قدیم میکنه ما حالا الان چون داره تکس جنریت میکنه این بحث ای آی اینو فقط دیدیم که داره توی کار کپی ها و اونایی که جورنالیستن و مت می نویسن و نامه می نویسن و نگارش میکنن می ولی الان عملا داریم می بینیم که توی حرفه کسایی که عکاس بودن فتوشاپ کار بودن نمیدونم اصلا این عکسی که الان برنده شده بود توی سونی یه عکس پری روزا اینا برنده شد به عنوان بهترین عکس جشنواره سونی بود کجا بود آره خونم خبرشو آره بعد یارو اومد گفت جایزه قبول نمیکنم ای آی بوده و حالا یه این،, این این آرتیکل تلخی که من داشتم میخوندم اینجوری بود که یارو زده بود که الان شرکت ما هم دیگه تصمیم گرفته که این کارهای 3D مدلینگ و اینا رو آی انجام بده هم افیشنت هم بهتره هم تر تمیز هم مشتی و نوشته بود یارو مقاله تو میدیم بود پستش فکر کنم نوشته بود که من الان بهترین شغل و بهترین کاری که داشت یعنی جدا از اینکه شغلمو از دست دادم کاری که ازش لذت می بردم هم از دست دادم یعنی حداقل مینینگش رو از دست دادم از دست داد اون معناشو رو از دست داد و من رفتم تو فکر من رفتم تو فکر از این باب که امثال من و تو یک سری کارا رو اینطوری یاد گرفتیم یعنی برو وبسایت رو درست کن این وبسایت حالا نمیدونم سی اس نمیشه برو ببین چرا سورسش کار نمیکنه چرا صفحه سفید میاد تکسا ریخته چرا این عکس لود نمیشه چرا سی دی کار یعنی هی به قول معروف تو اومدی یه کاری بکنی رفتی مرحله بعد اومدی یه کاری بکنی رفتی مرحله بعد اومدی یه کاری بکنی رفتی مرحله بعد سایت رو ساختی حالا اس او حالا اپتیمیزیشن حالا برم عکس ها رو مثلا درست کنم حالا این کارو بکنم حالا اون بکنم قدم به قدم این کار اتفاق افتاد الان که تو پرامپت میزنی یه سایت برام بذار تغینتر البته من نظر شخصی خودمو دارم راجع به این موضوع ولی حالا دارم اینا رو برای تو مطرح میکنم میخوام نظر تو رو بشنوم فکر میکنی این پتی که ما ازش صحبت میکنیم که باعث شد ما برسیم به این مرحله که الان تو زندگی اون هستیم فکر میکنی برای نسل جدید چطوری میشه یعنی آیا حالا صد درصد که به اون روش هست ولی یه مقداری اینی که میدین همه چی در دست سه آدم ها رو تنبل میکنه دیگه کلا یعنی اینو توی دنیای سبک زندگی رو عوض میکنه دیگه نه ولی تو دنیایی که دوپامین مثلا تو سری ببین قدیم اه الان آدما کمتر بیرون میرن گوشی رو ورد خیلی همه چی سریعتره غذا آماده است ماکروویو میدونی دیگه لذت آشپزی و حالا اینا هستا ولی نه برای عموم برای اونی که دیگه خیلی پیگیره این خودش باعث بود یه پتی رو انتخاب بکنیم تو الان فکر میکنید چه تاثیری میذاره این دنیای جدید آیا دیگه امثال ماها شکل میگیرن که از این پته خیلی سنتی تور بیان ببینیم امثال ببینیم اون مسیری که ما کلا من... من خودم جز آدمای خوش شانس میدونم چون تجربه هایی دارم که حتی خیلی از دوستای همسن و سالم ندارن مثلا من تجربه مثلا زندگی روستایی هم دارم به خاطر اینکه مادر بزرگم اینا روستا هم مثلا میل و اینا داشتن شش ماه در سال اونجا بودن بعد همزمان وقتی بچه بودم کرمانشاه بودن کلی از فامیل اون همدان و تهران بودن مثلا همزمان دو تا تا شهر دیگه میچرخه مثلا وقتی به بچهای مثلا کلاس اولمون میگفتم مثلا تهران این قسمتش اینجوریه همدان این قسمتش این جوریه اینا نداشتن این تجربه ها رو و حالا بعدا به واسطه شغلم و ایونت هایی که میرفتم کل شهرهای ایران رو من سفر رفتم یعنی خودم تجربه های آره تجربه کاری به کنار تجربه های شخصی زندگی چیزایی که به نظر من خودم خوش شانس بودم که این تجربه ها رو داشتم ولی راجع به تجربه‌ای که تو کار و این مسیر داشتیم خب با هم دیگه صحبت میکنه میگیم افسوس که مثلا نسل جدید اینا رو حس نمیکنن فلان ولی خب با خود نسل جدید رو صحبت میکنی اصلا خیلی دغدغه نیست خیلی یعنی لایف استایل مثل اینه مثلا الان پدر بزرگ من راجع به پیاده رفتن از کرمانشاه مثلا به همدان صحبت کنه میگه مثلا اینجوری خب من اصلا میگن چه باحال مثلا چه جالب چهار تا عکس هم می بینم. ولی خیلیش خودم هم مثلا چون ارتباط برقرار نمی حسرتش رو حس نمی کنم. یعنی من فکر می کنم نسل جدید با همه چیز اوکیه به چون ماها یه نستی بودیم یه سری ابزار وارد زندگیمون شد وقتی بعد از تولدمون وسط زندگیمون اینا میاد به چشم ابزار بهش نگاه میکنیم ولی وقتی اینا وجود دارن تو به دنیا میای میشه سبک زندگی اینترنت و دیوایسونه اینا برای ما ابزاره برای در 80 در 90 سبک زندگیه من برادر زادم فکر کنم 5 یا 6 سالشه مثلا وی پی ان رو وصل میکنه میره تو یوتیوب وایس در سرچ وایس رو میزنه مثلا میگه ماشین پلیس مثلا اسب بازی یه ویدیوها رو میبینه میاد به باباش میگه اینو میخواه خب اصلا با دنیای ما قابل مقایسه نیست. این آدمی که از بچگی انقدر مثلا راحت داره این کارو میکنه من بعدا میتونم بهش میگم آقا ما سی سال پیش میرفتیم کنار خیابون کسی که ماشین پلاستیکی میفروخ میخرید این ماشین رو با نخ دنبالمون میکشیدیم اصلا ملموس نیست براش که بخواد حسرت بخوره من و تو که اینو حس کردیم و اونا حسش نمیکنن حسرت میخوریم مثل الان پدر بزرگ من حسرت بخوره که چرا نوه هاش مثلا سفر با کالسکه و اسب تجربه نمیکنن ولی راجب خودمون که اینا رو تجربه کردیم من به این ای آی و اینا میگم آقا تا الان که فعلا باعث شده من کاری که میکردم و راحت رو با کیفیت تر بکنم همین یعنی ما بچه شرکتمون از کوپایلت استفاده میکنم خودم استفاده میکنم چت جی پی تی استفاده میکنم اون کاری که قبلا میکردیم و سریعتر و باحالتر و راحت تر داریم به احتبا کیفیت تر داریم انجام میدیم اگر هم یه روزی خاص جای شغلمون رو بگیره خب قطعا ما شغلای دیگه پیدا میکنیم یا آدما شغلای دیگه پیدا میکنن حالا یه نفر چند روز پیش نمیدونم تو توییتر بود چه مثال زده بود گفته حالا قبلا مثلا یه نفر با گاواهن شخ میزده پیاده حالا تراکتور جاشو گرفته بعدا یه چیز دیگه ای این که شغل ها از بین میره ما خیلی حالت حس نوستالژیکمون به نظرم بیشتر اذیتمون میکنه تا اینکه خود اون شغل نباشه خب نباشه اگه این هوش مصنوعی کار من انجام چه بهتر من بیشتر به تفریحات چیزایی که دوست دارم میرسه. اگرم اون کارا رو همچنان دوست داشتم به شکل سنتی انجامش میدم مثل این الان من بگم آقا مثلا تسلا اومده جای راننده رو گرفته اگه دوست من عاشق دنده عوض کردن تو رانندگی همچنان میتونه به تفریحش برسه آره ببین کلا به نظر من این بحث اینکه هوش مصنوعی باعث میشه شغل‌ها رو اینا رو بگیره به نظر من به دو تا کتگوری ما اینو میتونیم وصلش بکنیم آه. یکی بحث درآمدزایی و مالیشه آقا من یه کاری بلد بودم از اون کار پول در می یه دونه بحث دیگه بحث پشن و زمان و علاقه است و اینکه حالا من با وقتم چیکار کنم یعنی یه زمانی هست برام نویسه میاد میگه که ای من دیگه پول نمیتونم در بیارم فقطم برام نویسی بلدم یه زمانی هست اگه یارو بچه اصلا بحث مالیش نباشه میگه ای من تمام علاقم برام نویسی و کد زدن بود اینو چیکار بکنم و این دوتا موضوع خیلی جداست به نظر من کلا الان ممکنه هوش م... یه هوش مصنوعی بیاد مثلا ابعاد خونه رو بهش بدی برات پلن بکشه خب بازم من برنامه نیست که نمیام برای خونم از اون استفاده کنم باز یه معماری باید کنارم باشه که اونو به بهم یاد بده همین الانم هم منو من و تو قبل از هوش مصنوعی اومدن خیلی کارا رو خودمون میتونستیم انجام بدی فرصتش رو نداریم یا علاقهش نداری مثلا من میتونم ویدیو برای یوتیوب درست کنم ولی چون علاقه و فرصت تدوین کردن ندارم اینو یکی دیگه باید برام انجام بده این معنیش نیست که مثلا حالا فکر کن به اونجای اون آدمه ای نرم افزار اینو انجام باز خودم وقت و حوصله‌اشو ندارم با اون نرم افزار سر و کله بزنم به شمای طراح گرافیس شما دیزاینر میری با هوش مصنوعی دو روز سر و کله میزنی میگه ببین چه لوگوی خوبی برای من طراحی کرد ولی من برنامه نیست اگه اون لوگوی خوبم برام طراحی کنه باز معنی خوب بودن لوگو رو نمیفهمم از نظر تخصصی چون تخصصم نیست الان آقا شمایی که مثلا پدر من مهندس عمرانه الان بیاد به چت جی پی بگه برام یه دونه صفحه ریسپانسیو درست کنه برای سایت من کد اچ بهش میده پدر من باز نمیتونه تشخیص بده این ریسپانسیو درسته یا نه یعنی باز آدم ها حالا شاید شغلشون یکم کم رنگ تر بشه وقتی که میذارن ولی باز این آدم ها هم که از اون استفاده میکنن فعلا که هوش مصنوعی به نظرم در کنار ماست و زوده برای نگرانیه آره آم، البته با سرعت پیشرفته که یهو داریم در روز میبینیم یکم عجیب غریب شد میفهمم اینو نسبیه دیگه منظور من شاید هفته دیگه این اتفاق بیفته این هفته ریلکس آره <تصفيق> <تصفيق> نه ولی رو میفهمم و این الان این بحث هست اصلا دیگه کلن. این بحث خیلی وجود داره و من چند روز پیش یه توییت طنز کرده بودم نوشته یه دوستی داریم بیکاره اون از همه بیشتر نگرانه اینه که شغلش با خوشا هست جایگزین شه من نگر... من این نگرانی ها رو درک نمی کنم. ببین همیشه حالا خدا رو شکر ما توی کشوری زندگی کردیم که همیشه توی بره حساس کنونی بودیم دیگه الان این سری مردم تو دنیا نگران اینا شغلشون رو دست دارن من تو ایران همیشه نگران این بر شغلم رو دست دادم خب این نگرانی ها رو من خیلی اهمیت نمیدم باز کار خودم رو میکنم ببین من مطمئنم چند هفته دیگه بنزین گرون میشه مطمئنم سال مالی جدید سخت داره برام مطمئنم دلار گرون تر بشه خب ناراحتم براش برنامه ریزی میکنم بهش قر میزنم ولی باز کار خودم رو میکنم اگه تو برنامه ریزیم هست که آقا هفته دیگه برم فلان آبشارم یه سری بزنم یه برنامه کمپینگ برم تا آلا نرفتم. تجربه حالا نرفتم تجربهش رو ندارم میرم حالا اگه حال جامعه بد باشه حال منم بده ها یه مثلا یه چند ما منم به هیچی نمیرسیدم اگر ناراحت شدم سر این اتفاقا اصلا راجع موضوع دوره صحبت میکنم کلی میگم مثلا من بعضی از دوستان هر روز قیمت دلار رو ریفرش میکنم میگم آقا لپتاپ میخوای بخری میگه نه میگم گوشی میخوای بخری میگه نه میگم چرا هر روز ریفرش میکنه اینو من با این حرفت کاملا موافقم یعنی به نظر منم الان این وسایل در حداقل در حال حاضر به کمک برنامه‌نویس اومده یعنی من قبلا بعدم از این جمله که آخه یه سری این رشته توییتام هست مثلا میاد میگه دیگر مارکتینگ آدم مارکتینگ هایر نکنید این سافر این کارو میکنه دیگر این کارو این آدم گرافیس هایر نکنید این کارو میگم بابا دادش این مارکتره باید بره با این طول کار تو که نمی با این طول کار کنی مارکتره باید بره با طول کار کنه فریب رسانه است متاسفانه به نظرم به اتفاقا من چند روز پیش داشتم با یکی از دوستام رفته بودیم بیرون صحبت میکردم راجع به این صحبت که من رسانه با ما یه کاری کرده حتی با خود من یا شاید با تو هم حتی ببین اگه دو روز به کار... یه کاری انجام بدی که از نظر افراد حرفه ای به بتالت گذروندنه خودت حس بدی میگیری آقا چه اشکال داره من دلم میخواد سه روز برم اصلا یه کاری بکنم که هیچ خروجی نداره الان وقتی فیلمم میبینی رسانه اینو تو مغز کرده که این فیلمه حتما باید یه درست کسب کاری به تو بده یه زبانی به تو یاد آقا من دلم خواسته بشت فیلم علی صادقی رو ببینم بخندم دو ساعت هیچ خروجی هم نداشته باشه برا یا مثلا راجع فکر میکنه اگه تو یه زبان این تو کارم اومده دیگه طرف میگه آقا من یه سال میخوام برنامه‌نویسی یاد بگیرم وسواس پیدا کنم بین کدوم مثلا زبان انتخاب کنم آقا تو برو یه هفته ده روز مثلا کاتلین بزن اگه حال نکردی موبایل رو انداز کنار بیا پایتون بزن اصلا فکر کن یه فیلم دیدی فکر کن یه هفته وقت خوشی کار به بتالت گذراندی اینو رسانه این وسواس تو ما ایجاد کرده که آقا وای نه آقا همه دارن پیشرفت می‌کنن همه دارن پول در میارن از اینستاگرام پول در نمیاری خاط بر سرت هنو پرسونال برندینگ بلد نیستی تو فیلد خودت خیلی بدبختی نه آقا من این ماشین رو خریدم تو هنو وقت تو بتا یارو میاد میشینه ای من خب مثلا یه سال باشه فقط سفر رفتم در دیگه این خودش خیلی ارزشمنده من رشتم مکانیک من بوده همیشه میگفتم وای من مکانیک خوندم مثلا 5 به جای چهار سال مثلا و نیم سال درسم طول کشید چون علاقه ما دست دادم وای مثلا من چقدر بدبختم اگه اون چهار سال آیتی می خوندم چه بسا بورسیه میشدم میشدم شاگرد خوبه به جای که شاگرد تنبل باشم این آخرا ولی بعدا دیدم همه اینا به کمک من اومده من بعدا گفتم آقا من به انیمیشن علاقه دارم خاک بر که سه ماه مثلا رفتم باشگاه خبرنگاری کلاس خبرنگاری الان هر کی منو میبینه میگه چه جوری رسانه بلدی میگه خب من کلاس خبرنگاری هم رفتم چی شد فهمیدی برنامه نویسی دوست داری یه کلاس رباتیک رفتم حتی من میگم رو من باید میرفتم که بفهمم به سایت به ساید صنعت علاقه ندارم بندازمش کنار یه سری تو باید تجربه کنی که بفهمی اشتباه بود نه که بگی وای چرا اشتباه کردم یه لیوان آب بزن چای دارم آب ندارم یه توی حرفات یه چیزی گفتی میخواستم راجعش صحبت بکنم اون اول پادکست گفتی که تو برمه آنافیشیال کلاب هاوس رو درست کردی ها البته اصلا تلگرام تلایی و <تصلا> نه نه بس فرق میکنه تلگرام اتفاقا خیلی اون موقع نوشته بودن این داره میشه مثل تلگرام تلایی تلگرام تلایی و اینا به دیتای شما دسترسی داشتن و این خیلی فرق میکنه و حمایت دولتی و اینا داشتن و من خودم این استفاده نمی نمی‌کره همیشه می‌خواستم مثال بزنم می‌گفتن تلگرام قهوه‌ای من چون اینقدر رنگی اگر هم شد توضیح بدی چی هست که خیلی جالب میشه بر برای نسخه غیر رسمی تلگرام بود دیگه این تلگرام اوپن سورس بود مثلا یه نفر اومده بود یه فیچر بهش اضافه کرد اگه یه نفر مسیجش رو برات دیلیت می‌کرد شما میتونستی ببینیش خب این سمت خودش دستکاری کرده دیگه ولی خب دیتای شما رو داشت همچنان میتونست از طرف شما اکشن انجام بده مثلا یه سریشون برای تبلیغ شما رو تو گروه های دیگه جوین میدادن ولی کلاب هاوسی که من نوشته بودم البته اسمش من گذاشتم کلاب هاوز به خاطر اینکه مردم خیلی دیگه بفهمن این آنافیشیاله و این فقط به سرورهای خود کلاب هاست و یه سری از وب سرویس های گوگل برای آنالیتیکس و اینا به خود فایر بیس گوگل فقط ریکوست میزد و اینو بارها اعلام کرده بودم و قضیه اینجوری بود من یه دوستی داشتم آلمان داشتم خیلی با هم صحبت میکنیم قدیم هم تو تلویزیون ایران با هم صحبت دوست شده بودیم یه دوره م... تو فرانداز مجری بودیم بعد داشتیم با هم صحبت آقا یه دونه شبکه اجتماعی اومده عین جملهش این بود یه دفعه روم زدی ایلان ماسک میاد تو موقعی بود که ایلان رفته بود توی که این رومای کلاب یه دفعه معروف شد کلاب هاست و بعد چه جالب همونجا داشتم سرچ می‌کردم با گوشی که نصب دیدم نسخه اندروید نداره و اون دوستان گفت آره اندروید هست سرچ کردم یه دونه آن افیشیال هست یه سی حالا یوزرنیمش گیریشکا بود تو گیت‌هاب نمیدونم اسمش چی بود این نوشته بود و من اینو نصب کردم اوپن سورس هم بود نصب دیدم فقط نمایش روم‌ها و شنیدن روم‌ها رو داره و من اومدم رو همون گیت اون مثلا یکی دو تا تغییر بدم و اینا دیدم یه به ریتمش یه فایل یه متن اضافه کرد که من دیگه اینو ادامه نمیدم حالا نمیدونم چون خارج حالا تو مثلا روسیه بود براش مشکلی پیش اومده بود به خاطر اینکه مثلا خود کلاب پیگیری حقوقی کنه یا هرچی من به دوست از دیولپرای کلاب هم ایمیل زدم هم دایرکت که من اجازه دارم نسخه غیر رسمی منتشر کنم یا نه هیچ جوابی ندادن حتی منشنشون کردم که آقا مثلا دایرکت تو چک کن اصلا اه اهمیتی ندادم و من این نسخه رو دانلود کردم و یواش یواش چند تا تغییر دادم که آقا بیایم روم بذاریم خب موقع گفتن چرا ما روم نذاریم چرا ما مثلا نتونیم جوین بشیم به عنوان سخنران مثلا به من گفتن تو فلان روم راجع برنامه‌ریزی بیا سخنران شو من اینو هی دیوولپ کردم به اون دوستم فرستادم به این یکی و دیوولپش هم خیلی چالش برانگیز بود بخاطر دقیقا اون قسمتی که برنامه‌نویس روس داده بود بیس کار بود و دستش درد نکنه منم از سورس اون استفاده کردم ولی کلاب هاست اصلا من میخواستم تست کنم بعد یه گوشی سخن مدیر گروم بودم یه گوشی آدینس بودم یه گوشی مثلا اسپیکر جوین میشدم بعد تستی که آیا دو نفر دیگه صدا رو میشنون یا نه بعد به اون یکی اینو میداختم پایین از رو میداختم ببینم می صدا قطع شد یا نه خیلی این چالشش برای من با, با مزه و باحال بود و اینا رو آپدیت میدادم یه دفعه من دیدم عربو دارن منو منشن میکنن من یه اکانت انگلیسی هم دارم خیلی فعال نیست این و میلاد انیو هم اون انیو میلاده خب مثلا 2300 تا فالوور داره بعد دا عربا دارن اونو منشن میکنن و مثلا یکی لینکش رو میذاره هازل افضل النسخ مثلا این بهترین نسخه چیزاست خیلی رسمیات بعد میسه کاربر از مصر به من دایرکت زدن چون اکانت که آقا اخوان المسلمین فکر کنم حاکمشون بودیم همچی اصطلاحی اخوان المسلمین پابناب رو فیلتر کرده پابناب همون یه پابناب دات کامه که کلاپاس برای اینکه شما دستتو تو ببری بالا یکی رو بندازی پایین از این استفاده کنید درخواست ها رو بفرسته کامینیت کنن با هم دیگه و من اینو کردم پابناب.net و فیلترینگش تو مصر شد توی یه نزدیک 300 هزار تا نصب عربی گرفته بود تو ایران هم نزدیک یه میلیون نصب گرفت و یه دفعه من یه روز دیدم مثلا این آنالیتیکسش یه دفعه رفت بالا آزاد نامداری فوت کرده بود همه بازیگرا و نمیدونم خبرنگارا و مردم و عادی میخواستن راجعش صحبت کنن بعد همزمانم کرونا بود دم هیت بود مردم دوست داشتن بیان تو این کلاب هاست دیگه بعد یه دفعه وایرال شد و من نمیدونستم مثلا فکر نمی کردم اینجوری بشه و یه جایی هم ترسناک شد یه ذره برام دیگه ولی من همین دوستم از آلمان اومد و گفت تو که الان بچه ها دور کارن بیا بریم باقی ما کردان چند روز کار کنیم من رفتم کردان و اونجا کار میکردیم از راه تور یه روز صبح دیدم کوشش زنگ می‌خوره براشون پرایوت نامبره بعد یک یه نفر گفت آقا فردا سو فلان ساعت بیا فلان جا یه سر توضیحات باید بدی خب حس کردم راجع به کلاب هاوس دیگه مثلا دوره ای بود که کلاب دم نزدیک به انتخابات داشتی شدیم و من بدون اینکه اصلا خیلی سیاسی باشم یا مثلا اخبار انتخابات رو دنبال کنم کلاب هاوس افتاد دست یا از هر سنفی از هر گروه و حزبی از هر دیدگاهی و من گفتم اوکی آدرسی که به امداد همین بغلم هم تو آدرس بار کروم لپتاپ تایپ کردم که یادم نره خوابیدم دوباره دو ساعت بعد دیدم دوباره زنگ میخوره گفتم خب حتما میخوان زنگ ساعت یا محل که باید برم عوض دیده دیدم, دیدم <تصفح> از یه نهاد امنیتی دیگه است گفتم فردا بیا فلانجا جا و حالا رفتم یه سری دقدقه و نگرانی داشتن توضیح دادم و متوجه شدم که آقا من قصدی نداشتم ولی همیشه برای من سوال بود آقا چرا اینقدر همزمان مگه من چقدر آدم مهمی ام مثلا چیکار کردم که اینقدر همزمان دنبال من باشن و البته میگم دنبالم من باشن حالا با بگو بخند گذشت دیگه ولی چند ماه بعد داشتم میرفتم تولد یه خیلی برای من دیتا میفرستن مثلا یه نفر برای من تو تلگرام ناشناس مثلا این نفر نمیشناسم میگه آقا فلان سایت دانشگاه باز نمیشه فلان چیز این اتفاق حالا مثلا میگه مثلا میگه یکم صدات بلندتر مثلا اینو توییت کنی به یه جا برسه یه نفر برام یه ویدیو فرستادش آقا نوری این دقیقه فلان اینو ببین تو آپارات بود من مثلا زدم ویدیو دیدم مناظره انتخاباتیه و خیلی مثلا ژانری نبود که بپسندم ولی همون دقیقه که گفته بود و دیدم آقای جاویدنیا قبلا معاون دادستان کل کشور بود دیدم داره راجع به من صحبت میکنه جو مناظره انتخاباتی که این آقای میلاد نوری مثلا شخصیه که اومده پیام کلاب هاوس رو زده پیام رسان کلاب هاوس رو زده و اینا رو وصل کرده و به دو تا داستان دیگه و از این داستانا بعد من اینو دیگه زدم کنار یه دو ساعتی بود این مناظره یه نیم رو نگاه کردم و ساعتی روز این مناظره رو نگاه کردم دیدم روز این مناظره چند روز قبل از اینه که به من زنگ بزنن من تازه فهمیدم یکی <تصفح> از دلایلی که رو من حساس شدن چی بود و من برنامه نویسم حالا مگه مثلا میگی مطالبه گر و رسانه دارم و فلان ولی اینکه یه دفعه دو تا نهاد امنیتی بهم زنگ بزنه واقعا ترسناک بود برام خب کنار در کنار این یه دفعه زدم تو آفرات دیدم معاون فضای مجازی دادستان کل کشور داره میگه میلاد نوری تخریب کننده رسان سروشه خب من گرخیدم واقعا برام عجیب بودا حالا مثلا صحبت هایی که میگه مثلا آقای جهرومی یه پستی جدا گذاشته بود گفته مردم بیاین این کتابا رو بخونی و رو تلویزیون نشسته بود من حالا من نمیدونم مفهوم اون عکس چیه من گفتم شاید مثلا منظورش به جای که وقت اون پای تلویزیون هدر بدیم بیایم کتاب بخونیم مثلا آقای جاویدیان میگه آقای جهرومی پیغام داشته یعنی این معنیش اینه که ما از صدا و و عبور کنیم بعد همزمان یه سری اکانت یه سری اسکرین شات گذاشته بودن که مثلا آقای جهرومی آقای لاریجانی رو اینوایت کرده به کلاف هاوس نشون میده که اینوایت کرده دیگه بعد عکس منو گذاشتن نشون میلاد نوری مثلا یار قاره جهرومی در خدمت جریان دو قطبی سازی و خیلی قشنگ میدونی یه این آدمایی که این مطلب رو علیه من دادن اسکرین شاتایی که گرفتن نشون میده کاربر اپ منه اسکرین شاتی که گرفتن خودش از اپ من دارن استفاده میکنن و من اصلا وقتی چون همچی فضای قرار گرفتن هم عجیب بود برام و از طرفی هم به عنوان یه برنامه وقتی میبینه اپش یه میلیون نصب گرفته حال میکنه دیگه وقتی میبینه کار برای عربم نصب حال میکنه ولی حالم گرفته شد دیگه مثلا این چه مثلا برداشتیه ببین من باید برم توضیح بدم که نه همچی چیزی نیست ولی خب چرا من باید این اتفاق برام بیفته و از یه چیزی هم ناراحت بودم آقای مثلا جاوید نیا داشت برای اینکه مثلا بار اتهام رو من زیاد کنه داشت میگفت مثلا 15 اسفند تا 15 25 بهمن یا 15 اصلا یه تاریخی داشت میگفت رادیو فردا و بی بی سی اونا کلاب هاوس رو پروموت کردن بعد یه جوری میگفت که اپ منو پروموت کردن و اینا رو به هم وصل کرده بود در که تو میشنوی این اتهام رو به من مثلا می... میاد تو ذهنت ولی وقتی تاریخ ها رو, رو کاغذ مینویسی می‌بینی اصلا موقع من اپ رو ننوشته بودم من آخرای اسن منتشر کردم ولی حساسیت ها رو ایجاد میکنه دیگه متاسفانه و خیلی از کاربرای حالا که مثلا خیلی خیلی هم مثلا شاید اینا رو دقت نکنن مثلا تو ذهنش میاد آره میلاد پیام رسان های داخلی رو تخریب کرده در که من تولید کننده نرم افزار داخلی ام مثلا خیلی از سایت های فروشگاهی که خودشون 50 تا 100 تا آدم دارن نور میخورن و تیم ما نوشته و من فکر کنم خدمتی که من کردم من به جرأت میتونم بگم من با سن نسبتا کمی که نسبت به آقای جاوید نیا دارم با با اطمینان میتونم بگم خدماتی که به کشور به اقتصاد دولت به اقتصاد مردم کردن خیلی بیشتر از ایشونه ولی خب متاسفانه بعدا از ایشون به عنوان خدمتگزار یاد میشه <تصفحه> دارم یه سوال اصلا گیرم منتقد پیام رسانه سروش اصلا تخریب کننده پیام, سروش، رسان سروش بودی مگر این جرمه نه سوال میدونی قضیه چیه من قدیما موقعی که فکر کنم 18 19 سالم بود تست امنیتی هم میکردم در حد دانش اون موقع الان به دوست داره مثلا که کار سکیوریتی میکنن گارد نگیرن در حد خودم مثلا تست میکردم اون موقعم خیلی تستا پیش پا افتاده بود با چرت ابزار آماده مثلا یادم یه نرم افزار بود به اسم هویج خودش اس کیو ال رو سایت ها مثلا تست میکردم در حد همون ولی یه بار با آی پی خودم تست کرده بودم و یه شر... هویج آره اسمش هویج بود معروف بود اون موقع مثلا اون موقع در حدی که تروجان رو سایت مثلا اینترنت دانشگاه رو سایت سایتی که کامپیوتر کار میکنن ران میکردن به عنوان فان خب بعد به بچه ها هشدار میداد آقا ببین مثلا این پسورد تو مثلا این کیلاگره میگم تیف سالم بود دیگه همون کاره دارکی که خیلی همون احتمالا کردیم حالا شاید به لو بعد من همون موقع ها رفتم یه, سا... یه شرکتی بود تو مشهد و تو خود دانشگاه فردوسی مشهد بود دفترش حالا تا این مرکز رشد احتمالا بود که دفترش اونجا بود بعد من این نرم افزاری از اینا خریدم و اینو انکریپت شده به من دادن من می‌خواستم اینو تغییر بدم تحت وب بود من اومدم اینو دیکریپت کردم و یه دوتا تا باگ توش پیدا کردم باگ امنیتی بعد رفتم سرچ کردم اسم این شرکت رو دیدم اسمش زیر خیلی از سایت ها خورده و اومدم رو همه اون سایت ها تست کردم و با آی پی خودم رفتم تو پنل خیلی از اینا آی رفتم تو سایت ها ادمینش رو لاگین کردم دیتابیسشون رو بکاپ گرفتن، دانلود کردم و از این کارا کردم و چون سفارش داده بودم این آی با شماره من تو فرم سفارش سینکی بود در حد دو سه ساعت بعد به خونه ما زنگ زدن اون موقع موبایلم نداشتم به شماره خونه ما زنگ داد. آقای نوری آقا این کاری که داری میکنی چیزی داره چیزی تبعات قانونی داره و این باعث من از فیلد امنیت کار امنیتی اینجوری بترسم و دیگه نرفتم دنبالشون چون می‌دونستم یقمو میگیره ولی همیشه کنجکاو بودم ببین ما خودمون نرم افزار که مینویسیم اینو تو پلتفرم‌های باگ بانتی می‌ذاریم با آدم های امنیتی که امنیت در واقع کار امنیت نرم کار می‌کنن لینک هستیم یه چیزای بلدم خب و موقعی که پر سروشم اومده بود من دو سه تا مثلا باگ تست کردم من یه برنامه ویدیویی میخواستم بسازم حتی دامینش و کانال تلگرامش هم زدم مثل اپ به اپ اون موقع من خیلی از شرکت میرفتم مشاوره میدیدم اگه شما برنامه نویس کانتکت لیست کار برم آپلود کنی حتی ممکنه مدیر اون کسب کار ندونه اینو شما برنامه داری این کار مدیر برنامه چیز که نمیدونه اینو میخواستم برنامه اپ به بی اپ یا مثلا 100 تا اپ برتر معروف ایرانو بررسی کنیم ببینیم آقا تو سورسش چی میگذره چون اندروید هم خیلی راحت دیکامپایل میشه سورسش برمیگرده من یکی از اپایی که بررسی کردم بهم گفتن ویسپی بود موقعی که پیام رسانا مثلا فیلتر شده بود نمیدونم وایبر بود فیلتر شده بود یا کدوم پیام رسانا مردم دا... در... میگفتن آقا اصلا من به ایرانی اعتماد ندارم برو ویسپی رو نصب کن به خاطر اینکه ویسپی اومده بود شده بود اسپانسر کلیپای ساسیمانکن و سینا ولی الله اینا میخواست این وایب رو به مردم بده که من خارجی هم. من اینو متبرسی کردم مطلبش هم دیجیاتو زد که آقا ایرانیه یا حداقل سروراش تو در واقع شرکت چیزو یادم رفته اسمشو تو شاتله بعد اومد مدیر عاملش شده صحبت کرد که نه ما فقط اینا ریکوئستاشون میاد به سمت ما سی دی انشون اینجاست که من سورس رو باز کردم کلاس اپلیکیشن کلاس جاواش اسم شاتل اپ بود دیگه خارجی که نمیاد اسم بذاره شاتل اپ بعد اینو بررسی کردم گذشت بعد اومدم اپ سروشو بررسی کردم که شماره همون خبر معروف شد دیگه شماره جهرمی بود و این انقدر وایرال شد انقدر وایرال شد که باز من اونجا گرخیدم من رفتم ختم پدر دوستم مسجد پله میخورد میرفت پایین و من موبایلم آنتن نداشت وقتی برگشتم دیدم من چقدر میسکال از خبرنگارا داشتم چون من رابطه خوا... رابطه با خبرنگارای حال حوزه آیتی هم خوب بود دیدم چقدر میسکال چقدر کار مطلب برای من فوروارد کرد مثلا کانال دانشگاه آزاد شهر این خبر گذاشته بود بعد استثناعا چون خبر یکم تخصصی بود همه هم ریفرنس داده بودن و من چون صحبت نکردم تلفنی همه ریفرنس دادن کانال میلاد نوری من اینو گذاشتم تو کانال تلگرام و من اینجا واقعا ترسیدم دیدم آقا چرا وایرال شده چون از قصد من که خبر نداشتم من میخواستم اپا رو بررسی کنم اینو میخواستم بگم وسط این اپلیکیشن ها من خیلی وقت با تو اپ تو اپلیکیشن خصوصی پیدا کردم مثلا سهیل یه اپی زده برای مکالمه آنلاین من باگ پیدا میکنم به خودش میگم اینو بقیه نمیبینن من تک تک باگایی که منتشر کردم باگایی بوده که هزینه ساختش از بیت المال و عجیب من رفته از مالیاتی که من دادم رفته من وقتی پیام رسانا رو اومدم راجع بهشون گارد گرفتم و صحبت کردم به خاطر اینکه به هر کدومشون 5 میلیارد تومان وام بلا عوض داده بودن این 5 میلیارد که از آسمون نیومد عجیب من رفته به خاطر همین خب مثلا خوششون نیومد دیگه حالا مثلا آقای جاویدنیا گفت تخریب کننده پیام رسانهای داخلی توان نرم افزار داخلی اصلا خیلی عنوان بزرگیه که به من داده تخریب کنن آقا من یه نفر میدون توییت کردم یعنی چی تخریب کننده <applause> ولی عجیب بود دیگه کشور عجایبیم خلاصه نه ولی با سوالم اینه که حتی اگرم این کارو کرده باشی مگر این کار جرمه من از من با وکیل که صحبت کردم میگن میتونه ازت بابت ضربه به برند شکایت کنه که تا الان کسی نکرده چون خود همین شکل این تو اگه بری بکیم مثلا میلاد نیم باگو از من منتشر کرده به برند من ضربه زده خود همین خبر شکایت کردن ضربه به برند توبام میشه یعنی کسب و کاری که رسانه رو بلد باشه روابط عمومیش عاقل باشه نمیکنه این کارو ولی یه وقتی طرف میره گارد میگیره دیگه میگه بذار اینو ادبش کنه این خیلی پرروه کما اینکه احساس میکنم این قسمتی از این ادب کردن قسمت آخران به خاطر همین پررو بودن بود دیگه چون تو جلسه اول فکر کنم بازجویی به من گفتم ما تا الان عین جمله بود یکی از دوستان گفت ما تا الان فکر کنم تو انسان باهوشی هستی ولی مطمئن شدیم که آدم پررویی هستی به من گفتن تو سواد رسانه ای داری من نمیدونستم این خوبه یا بده نه فکر کنم اون فاز اینطوری که سواد رسانه ای داری از ایناست که یه هندونه بزنن زیر بغلت بگم پس چون سواد رسانه ای داری اصلا صداشو در نیاد ام... اه... اصلا نه اصلا نمیخوام دهنمو باز بکنم راجبه نه نکن به نظرم لطفا <تص> ببین مثلا 92 93 من که اپ نتبرگ نوشتم خب اپ نتبرگ اول من به عنوان پروژه نوشتم بعد رفتم تو نتبرگ استخدام شدم یا 10 11 اونجا بودم بر موقع که اینو نوشتم خب قبلش من کارهای دیگه ای که میکردم مثلا من یه دیکشنری برای اندروید نوشته بودم اون موقع کافه بازار هنوز مثلا پنلش انقدر کامل نبود نسبات و پولات رو ببینی درآمداتو این دیکشنری داشت میفروخت و مثلا ماهی یه عددی به حساب من میریختن من پنل نداشتم چک کنم گفتن انقدر مثلا پول اومد به حسابت بعد من یه اپ نوشتم به اسم پیام رس پیامستان فکر می کنم 93 اینا بود پیامستان به مدت 6 ماه دومین اپ پرفروش کل کافه بازار بود یعنی به اینو بچه بازار میتونن پنل رو چک کنن حالا مثلا چیز بدن دیگه چی میگن تاییدیه بدن من یک ماه برداشتم از اپ پیامستان 32 میلیون تومان بود دلار چقدر بود 92 93 فکر کنم یه چیزی حدود سی هزار دلار یا مثلا این اد هزار دلار یک ماه درآمدم از پیامستان بوده من خودم این پتانسیل رو داشتم بلد بودم چی بنویسم چجوری بفروشم اپ دیکشنری نوشتم ورکشاپ انرود گذاشته جز اولین ورکشاپ ها بود بعد اینا مثلا این طرف آقا تو اپت که فروخ خیلی معروف شدی اپ نتبرگوکی که خیلی معروف شدی ببین باگ سروش رو خیلی کشیدت بالا ها ویسفی رو فهمیدی ایرانی همش بهت کمک کرد ببین هاست هاستو نوشتی مثلا پرسونال برندینگ شدا. ببین خب این مسیر منه. من تک تک این رو تلاش کردم پرسونال برندینگ هم کنارش اتفاق افتاده. ولی آدما یه جوری به هم میگن بعضی‌ها مچمو گرفتن. آقا حواست باشه مثلا یه جوری که مثلا کلاب هاست کشیدت والا مثلا این مدلیه. مثلا پادکست طبقه 16 باعث شد مثلا 1000 مثلا 10000 نفر بشناسنت تا از این... مثلا خب آقا کل مسیر من اینه همه این نقطه ها رو من آقا ده تا نقطه ای که مثلا به من کمک کرده میدونم میتونم اسم ببرم ولی همه اینا هزین های داشته دیگه کسی که منظوره کارهایی کردن که خیلی ها از ترس قضاوت شدن از ترس برخورد کردن یا حتی موارد دیگه اجازه نمیدن به خودشون این کارا رو بکنن ولی مثلا وقتی قضاوت میشه خب میگن دیگه که مثلا آقا فلانی مثلا این کارو کرد که کشید بالا من همیشه تو ورکشاپم هم یه مثال میذارم سوئل میگم اپ کلاب هاوس رو چند نفر میتونستن بنویسن تو ایران و جوابش خودم بهش میدم میگم تک تک آدمایی که برنامه‌نویسی اندروید بلدن ولی یه نفر این کارو کرد من یه اکستنشن نوشتم مثل مطمئن باش جلو فیش بهت آلرت میده اگه درگاه فیش مطمئن نباشه خب مثلا برای پدر مادرها نصب میکنه که آقا دیگه نمیخواد شاپ هرک ها رو اچ تی و رو چک کنی اگه این سب شد بهتون خیالت راحته آقا این ده کد کد جاوا اسکریپت بده چت جی پی تی هم برات مینویسه هرش بچه‌ها میگن ولی اینو یه نفر نوشت به خاطر اینکه یه نفر آقا هر آدمی طرف مشکل رو میبینه باید به راه حلش فکر کنه راه حلش هم ساده است یه وقتی هم از کافه رفتنش بزنه اصلا کار دو ساعت هیچ کار شاخی نیست هیچ کدوم از کارهایی که من کردم کار لول بالایی نبوده ولی از دق دق مندی میمده آقا یه کتابی هم هست به اسم خلق یا نفرت تو می‌تونی قور بزنی فقط نفرت پراکنی میتونی خلق خونی یه سلوشنی آقا ده بار از این پله میری بالا اه این پله چرا کجه تو بیا یه بار اینو درستش کن ببین چیکار کنه بهتر بشه آقا فیشینگ اتفاق میفته من یه بار حساب مامانم خالی کردم اون اکستنشن نمیشم منتشرش کردم حالا می طرف میتونه بیاد بگه آقا میلاتینی اصلا چهار خط جاوا اسکریپت کاری نداره او کلاب هاست که رو روسه نوشته بود متبرگ خب اگه ما می رفتیم استفاده شدی فلان بود مثلا در مستر در بخشی که کارگردانه بزرگی که چند وقت پیش فوت کرد تو کرونا مثلا با این کار کردم خب اینو رانت داداشش بوده که مثلا معرفیش کرد یعنی برای همه چی تو میتونی به طرف قرب بزنی ولی خب اگه این شرایط برای همه فراهمه چرا نمیکنه طرف چند وقت پیش یه نفر تو کانال من یه گروهی بهش متصل بود بحث میکرد من یه چیزی یه تیکه راجع به صدا سیما گذاشته بودم یه ویدیوی بود که همین پایتون آقا چرا صدا سیما حالا این جلسه اتفاق چرا صدا سیما پخشش کرده طرف بعد یه دو نفر اومدن کامنت گذاشتن قرض دادن به صدا یه نفر اومده بود خود صدا و سیما میلاد و نوری رو معروف کرده و این یکی نوشته نه من از قبل میشناختم این یکی نوشته نه نم من از صدا و سیما میشناختم آقا تو هم از صدا و سیما منو میشناختی من که مادرزادی نمیشناختی که هر کدوم از این کارا ولی طرف انگار مثلا میخواد کارهای دیگه تو رو زیر سوال ببره با گفتن این آقا من صدا و سیما رفتم سال 95 و همیشه به بچه‌ها میگم برنامه زندگی که من رفتم خیلی برام چالش داشت و تجربه خوبی بود برام اگه الان راحت با تو صحبت میکنم به خاطر اینه من ورکشاپ برنامه نویسی میذاشتم با اینکه بارها گذاشته بودم یه رو به اول تپش قلب میگرفتم ولی بعد از برنامه زنده آقا ندارم اینو اصلا بر... ب... یه جلسه رفته بودم سخنانشون نیومده بود یه ایونتی به من گفتم تو برو به جای سخنران سخنرانی کن رفتم میدی استرس هم ریخته خب چالشی بود از پسش بر اومدم میگن آدمی که کار زیادتر میکنه آدمی که کار بیشتری میکنه تو نقطه های بیشتری براش پیدا میکنه برای زدنش ولی خب حمایت هم زیاده دیگه همین که میگی بچه ها زیاد گفتن میلاد و بیار و اینا خب خیلی از بچه ها مثلا هوامو دارن لطف دارن کسایی که هزار برابر قطعا از من برنامه بهتره ولی مثلا بعضا رو می آقا من یه ستونی درست کردم مثلا اسم خودم رو سرچ کردم تو توییتر چیز عجیبی نیستا یه بار یه توییتی را کرده به من توهین کرد من لایکش زدم اومده اونجا آه میلاد خودش رو سرچ میکنه معلومه خودم رو سرچ میکنه چیز عجیبی نیست بله بعد مثلا یکی نوشته بود آقا میلاد دوری فلان کار کرده بابا این که کاری نداره مثلا اینو هر چهار خط کده یا مثلا کلاب هاست به پاب نابونه ما آگورا وسته این که کاری نداره من میگم آقا چرا بقیه نمی نیستم من دارم هنره من اینه جای درست کار درستی که بزنم میرسه انجام میدم حتی اگه بعدا به غلطه من الان هیچ وقت نمیگم مهندسی مکانیک من اشتباه بوده من اشتباه کردم 5 سال وقت باشم میگم آقا دم من گرم اون موقعی که مکانیکو دوست داشتم رفتم خوندمش با اینکه هیچ وقت تو زندگی به کارم نیومد اینجوری نگاه میکنم به کارم من ببین این حرفی که میزنی ام... که مشکل یه جوری جامعه ما هم هست و منم دارم و منم دیدم ام... ام... دوست صمیمی حتی داشت به من میگفتش که این پادکست رو زدی چون ایگو داری میخواستی معروف بشی و اصلا سوال معروف شدن هم میتونه یکی از اهداف یه کاری باشه هیچ مشکلی باشه. نداره آره آره میتونه باشه نه ولی میدونی اتفاقی که چی میفته چیه اتفاقی که میفته اینه که من دیشتر دلم بر طرف میسوزه تا اینکه از طرف حرف طرف مقابل یعنی اینجوریه که چقدر خواسته توی دل خودش هست آزاد نشده که داره به طرف مقابل این رو میده اصلا کلا تو ایرانم که بودیم این داستان است که یارو یه ماشین خفنی زیر پاشه میگن یارو دزده من حتی بعضی موقع با خودم اینجوری بودم که یه جوری میگی دزده انگار شماره یک دزدی کار راحتیه تو میتونی بکنی تو نکردی چون یارو میگه دزدی دزدی کرده اون که از از حرام هر از حلال حرام حرف نمیزنه که اون داره تشبیه میکنه به یه کار ساده که میشد بکنی ولی من به خاطر قضاای اخلاقی خودم من نکردم ولی اون کرده دوزی سخت ترین کار دنیا ساجی اصلا حالا دوزی نه به معنی مال مردم خوردن ها به معنی مثلا بانکو بزنی منظورم یعنی باید جینیس باشی بتونی بری برنامه‌ریزی کنی بری بانکو بزنی دوزی کرده Um, و من یه جمله ای رو خیلی زود یاد گرفتم و عملیش هم کردم و فکر کنم اگرم جایی هستم که الان ازش راضی هم به واسطه این کار بوده uh, من شخصا هر موقع یه کاری میکنم خب من آدم و دوست و اینا زیاد دارم برای یعنی فیدبک دارم یعنی فیدبک میگیرم از این ور و اون ور یه حرفی میزنی یه کاری میکنی یا حالا میفهمی مردم چی میگن در چی حرف میزنن من هر موقع اگه کاری کردم تو اینستا حالا پستی گذاشتی حرفی زدی کاری کردی یه جایی یه چیزی گفتی من خیلی نگاه میکنم ببینم کیا پا میشن برات دست میزنن اگه کار منطقا خوبی کرده باشی آه. آه و تمام اون دوستایی که برای من پا نشدن دست بزنن و من از زندگیم یا کمرنگشون کردم الان کامل یا حذفشون کردم آه... نه که منظورم این باشه که دنبال آدمایی هستم که هر کاری میکنم پاشم برام دست بزنن نه منظورم این نیست یعنی شنونده عاقل حرفمو درست بفهمه که منظور من از اینه که آدمایی که واقعا از جون و دل از خوشحال شدن و از موفقیت محف... و لذت بردن و پا شدن برای تو دست زدن و آدمایی که دست نزدن نه به خاطر اینکه تایید کارتون نکردن به خاطر اینکه دوست میداشتن اون آدم تو بودی خودشون بودن یا از روی حسادت یا روغده پا نشدن برات چون یه کار عملا خوبی کردی دلیلی نداره ساپورت نکنی اون طرفو و این جمله خیلی جمله معروفی هم هست یعنی فکر کنم میگن همیشه حواست باشه به وقتی یه کاری میکنی کیا پا میشن برات دست میزنن کیا برات پا نمیشن دست بزنن و این آدم ها رو باید بریزی دور آجی این آدم رو باید بریزی دور من حتی خیلی نه یه وقتی ببین تو فضای پابلیکه مثلا فضای پابلیکه نمیتونی به دوستاره تو اگه تو محیط دوستی و همکاری باشه اون آدم رو کم رنگ میکن. ولی تو محیط پابلیکی نمیتونی این کارو کنی مثلا مخاطبن هستن هر از کاری مثلا یه حرفی میزنه مثلا من چند وقت پیش توییت کرده بودم آخر توییت اول توییت نوشتم آقا ما تجربه یه سری فروشگاه اینترنتی داریم بخاطر این وقتی اوضاع کرونا رفت کرونا اتفاق افتاد خیلی کسب و کارا اومدن آنلاین شدن قطعا مشتری ما بیشتر فروشگاهی شدن و من تجربه اونا رو دارم میگم و تهش نوشتم آقا باز هم نظر منه خب یکی اومده نوشته آقا در جواب نوشته میلاد چون خودشون رو فروشگاه کار میکنن این توییت تبلیغاتیه یکی اومده نوشته آقا بازاریابی عصبی به این میگن خواستم آقا باز این مثلا بچه ها کتاب جدید خوندن من سوالم اینه اولا که من اولش گفتم تجربه جدید ما اینه خب معلومه داریم فروشگاه کار میکنیم که دارم تجربه میگم میلاد این کارو برای تبلیغات کرده بعد توضیح دادم اولا کار ما اون قسمتی که برنامه نویسی میکنیم برای بقیه اسکیلبل نیست ما مشتریمون الان پر اگه چهار تا مشتری به نمیتونیم بهش سرویس بدیم اسکیلبل نیست کارمون از اون ور اگه من بخوام تبلیغ کنم همه استوری میذارم میگه آقا ما داریم این کارو میکنیم اگه مشکل داشتیم یه کمکتون کنیم من اومدم رشته توییت نوشتم مثلا گفتم آقا این تجربه منه تو ایگنورش کن اگه اشتباهه یا بگو ای تجربه منم اینه یکی نوشته من تجربه برعکس دارم بهش ریپلای زدم نوشتم خیلی هم خوبه شما تجربه تو بنویس استفاده کنی ولی طرف ننوشته آره متوجهم میفهم چی میگی خب میلا تو الان در حال حاضر چی کار داری میکنی؟ من که خودم همچنان برنامه نویسی میکنم یعنی یه وقت خالی یعنی شخص خودم خیلی وقتا چه تو شرکت چه ساعتهای بعد از شرکت خودم درگیر کدم یعنی اصلا تو بایوم هم نوشتم که قرار در برنامه نویسی حالا این برنامه میتونه یه قسمتی یا پروژه ها و کارهای شخص شرکتیمون باشه که مونده علاقه خودم باشه مثلا یه مدتی دارم روی نرم افزار برای جلوگیری از فیشینگ کار میکنم حالا یه مدت ناامید شده بودم و ولش کردم ولی دارم اونو به عنوان پروژه شخصی و فان هیچ پولی هم پشتش نیست دارم انجام میدم و بیشتر تایم من به مدیریت کسب و کارمون میگذره ولی باز ساید فنیه ما به شرکت مثلا آدمای مختلفی که یه دغدغه‌ای دق دارن به ما میگن من چون هم دغدغه دق اون آدم رو میدونم هم فنی دارم. اون اونو تبدیل میکنم به تسک فنی برای شرکتمون خیلی مثلا این رولیه که من خیلی کم میبینم داشته باشیم چون خیلی از دوستای من چه همکارا هم چه کسایی که آره باشون صحبت میکنم چه تو ورکشاپ مثلا چهار نفر رو آره مثلا بهشون یه چیزی یاد دادم اکثرا یا ساید فنی رو میگیرن یا ساید مدیریت که مثلا کسب و کار رو دارن که فنی چی نمیدونن این وسط این کانکشن رو من دارم بازی میکنم و خیلی هم ازش راضی به خاطر اینکه خیلی تجربه های متفاوتی به من میده مثلا فروشگاهی داریم تو گرگان مشتریونه، یعنی من مثلا با اینا که کار میکنم اصلا دغدغه‌م این شده که چطوری این حجم سفارش اینا رو بهتر منیج کنیم چطوری انبارداریشون رو بهتر کنیم یا مثلا با یه چاپخونه‌ای که کار می‌کردیم دغدغه‌ام شده چجوری شیت اتوماتیک این شیتو بهتر برای اینا ببندی مصرف مثلا کاغذ کمتر بشه مثلا دورش خالی نمونه این دغدغه رو دوست دارم حالا این قسمت چیز بوده. بود عمومی بود من اطلاعات عمومی داره میره بالا راجع به کسب و کار مختلف ولی همزمان من امنیت دارم یاد میگیرم. سه او دارم یاد میگیرم یعنی بلد بودم یه چیزایی بهتر بیشتر میشه این که مثلا ما تو شرکت یا مثلا خود من به عنوان یه برنامه‌نویس یه کاری میکنم ببین این باز از اون داستانی که بودن رسانه به ما وسواس داده خیلی از برنامه‌نویسا دارن یه زبان فارسی کار میکنن که بقیه دفتر و آرزوشونه که اینو کار کنن طرف میگه اگه من مثلا دو سال مثلا این بر زبان فارسی کار میکردم مهاجرت میکردم یا می رفتم یعنی فلان شرکتی که دوست دارم استخدام شدم ولی این آدمی که خودش داره اینو انجام میده همش فکر میکنه مرغ همسایه قازه طرف گولنگ داره میزنه میگه نکنه زبان راست بهتره راست داره کار میکنه میگه نکنه پایتون باید یاد بگیرم به اون چیزی که بلده همش به اساس فکری داره ولی من چون شرکت های مختلف میرم مثلا جلسه فلان و اینا همین چیز ساده ای که ما داریم انجام میدیم اونا دارن انجام میدن ولی از اولین بار که من یکم به خود باوری رسیدم من 8 9 سال فریلنسر کار میکردم همه کارم میکردم مثلا برای بک کار میکردم یه وقتی مثلا آدم دوره برام نبود فرانت بزنه فرانتش هم خودم انجام میدادم مثلا خیلی سفت تا پر خیلی پروژه یه نفره انجام میدادم ولی وقتی رفتم نت سال 92 یا 93 بود اولین جایی بود که من تو حوزه آیتی رفتم یه جا استخدام شدم من اونجا باعث شد جایگاه واقعی خودم رو بفهمم هم واقعی نه منظور نه که جایگاه بهتری ها یه توی سری فیلدا اعتماد به نفس کاذب داشتم آقا بقیه دیدم اومدم با این توی سری جاها رفتم بالا و ای مثلا مثلا من یه مثلا اون موقع فریم ورک خیلی نبود دیگه مثلا من یه لاگین یه سیستمی رو 0 تا می نوشتم می‌نوشتم بعد طرف اون فریم ورک لاراول یه لاگین می‌نویسه 99 درصد خیالش راحت قسمت های زیادی از این هندل شده اون موقع من اونور بررسی باید حواسم بود آقا این اس نخوره استیشن های جکینگ نخوره هزار یک مسئله امنیتی بازم همیشه می‌ترسیدم از اینکه لاگین هک شه لاگین ادمین مثلا یه پروشگاهیه. ولی وقتی در ای بچه ها هم دارن اونجوری می اون مدلی که من کار میکنم انقدر پرت نیستم از فضا از یه طرفم هم یه سری چیزام که اشتباه فکر میکردم من خیلی مثلا بلدم اومد پایین و این باعث شد که با شرکت ها دیگه کار میکنم میبینم نه مثلا همون کاری که ما داریم دارم حالا ما تو دو سه سال گذشته کرونا مثلا کرونا بود و ما مثلا کارمون خیلی بیشتر شد کارهای آنلاین من خودم تجربه تو بحث سرور و مثلا زیر ساخت و اینا شاید بگم بالای 200 300 درصد رشد پیدا کرد نسبت به قبل قبلا من همیشه میترسیدم مثلا میگفتم آقا زیر ساخت دیگه خیلی جای حساسیه من مثلا اصلا هیچ وقت من ورود نمیکنم اگه قطع بشه چی مثلا در لحظه قط بشه همیشه یه پشتیبانی ولی الان مثلا اینم به خدماتم اضافه کردم الان مثلا یاد گرفتم آقا رفتم مثلا هاستیران لایزر جای مختلف که دوستام می باهاشون کار دیدم ای مثلا این کاری که ما الان داریم میکنیم اونا همین کارو میکنن برای همین کسایی که شروع میکنن یه کاری رو سوای برنامه نویسی ها چه برنامه چه کسب و کار چه, هر چه من از قدیم به بچه ها گفتم آقا زندگی نامه این آدم ها رو گوش کنی حالا ممکن است یه نفر یه پادکستی رو گوش بده مثلا بگه خب این مثلا دو ساعت گوش کردم چی به من داد یکی از مهمترین چیزهایی که بهتون میده اون آدمه میبینی اون کاری که داره میکنه چون کاری که داره میکنه خیلی دور نیست اون آدم نهایتا دو سالت و تجربهش بیشتره سه تا پروژه بیشتر انجام داده اینکه دسترس پذیر میکنه قابل دستیابی میکنه اونجا رو خیلی بر... خیلی جالب به نظرم مثلا جادی یه کار باحال میکنه مثلا یه سری پروژه رو مثلا آنلاین کد میزنه خب وقتی اون کسی که پایتون رو یاد گرفته ممکنه همیشه تایزه نشی باشه آقا این آدم‌ها یه جور کاروبلاده کد میزنه مثلا این آدم تجربهشون بیشتره از چالش ها بیشتر بلدن عبور کنن ولی وقتی کد زدن رو میبینه به اون آدمایی که به این مثلا این مدل کد زدن دارن نزدیک میشن خیلی اعتماد به نفس بهتری میده جایگاه واقعیتری پیدا آفرین اصلا دکته که داریم میگی به نظر من همینه یعنی هیچ کاری خیلی عجیب قریب نیست خب چیزی که ما بیشتر یاد گرفتیم اتفاقی که بیشتر برای ما جالب بود و ما یاد گرفتیم اون کاره نیست ما رو یه روش اینکه که تو دل هر کاری بری آخر یواش یواش حلش میکنیم و بعدش میتونیم وقتی وارد شدی از دور بهش نگاه کنی و بعدش نگاه کنیم میگی عجب کار عجب غریبی هم نکردم یعنی حالا دیگه واقعا مهم هم نیست تو یعنی تو الان برای نویسی رو داری میگی تو الان فردا بگو میخوام برم تئاتر مثلا یا فردا میخوام برم فیلم بسازم تو روش تو چیزی که به برات طبیعی شده اینه که میدونی اولش هیچی نمیدونی ولی میدونی که بری توش قرار خط به خط تاس به تاس کوچولو به کوچولو حلش بکنی و این به دلگرمی میده که هر کاری دیگه استارت بزنی ماهایی که یه چیزایی رو به یه سری آدم ها حالا در نقش مثلا یک ورکشاپ یا کلاس یاد دادیم یا بالاخره یه تجربه داره ممکنه چهار نفر نگاهمون کنن به نظرم یه مسئولیتی که داریم اینه که اون آدم چیزایی که بلده رو براش ملموس کنیم که این میتونه به کجا ختم شه من وقتی ورکشاپ اندروید میذاشتم الان نمیذارم قبلا ورکشاپ اندروید میذاشتم مثلا سه تا مبحث یاد میدادم آقا میگفتن این لیست ویو این مثلا دیتابیس اس این فلانه خب این سه تا مبحث جلسه الان تموم شد باهاشون کافه بازار باز میکردن میگفتن این دیکشنری من که 3000 تا نصب من با این نوشتم این سه تا با این میتونی بنویسی صفحه اول اینستاگرامو رو با این میتونی بنویسی مبحث بعدی که شروع میکرد میگفتن با اینا میتونی بنویسی حتی عدد اون مثلا فروش و رو نشون میدادم مثلا یاشا شاهین زاده تو توییتر یه سری کلاس‌های آنلاین میذاره راجع امنیت همین کارو میکنه ببین بعد از اینکه با, با بچه‌ها صحبت میکنه خیلی ها شاید خیلی چیزا دارن یاد میدن به بقیه ها ولی اینکه به اون آدم مطمئنش میکنی همین تجربه به بازار کار متصل خیلی خوبه حالا تو دانشگاه یه حالت داغون شما داشتیم ارتباط صنعت و دانشگاه که کارم نمیکرد ولی این اینجا عملی داره اتفاق میفته مثلا یاشار ورکشاپ میذاره من ازش اینو یاد دارم میگیرم ها که ورکشاپ میذاره آقا به بچه ها مثلا میاد یه دونه میدان تستی میذاره بعد این بچه ها میان توییت میگن آقا رفتم تو فلان پلتفرم باگ بانتی ایرانی یا خارجی اولین ها زدم مثلا این خیلی جذابه از علاقه،, علاقه ای که نتونی ازش پول در بیاری من معتقدم از حالت علاقه خارج میشه نیازه برای اینکه بتونی ادامه بدی آره. ما هم همین رو یاد گرفتیم راست شو بخوای آه، یعنی اینم باز نکته جالبیه چون ما ایرانی ها میگم هر کی که یه کاری با پول قاطی میکنه یه مقداری ایولش میکنیم آه، مثلا آه، من خودم میخوام مثلا این پادکست رو به خاطر اینکه مطمئن باشم ادامه میدم به درآمدزایی برسونمش حتی اگرم بدونم که مثلا شاید علاقه هم نداشته باشم یا منبع اصلی درآمدم هم که خب این نیست کارمه ولی به این نتیجه رسیدم که اصلا برای اینکه هم بتونم خودم رو ملزم بکنم که مرتبتر بسازم بتونم بیشتر کیفیت رو ببرم بالاتر و اینکه این کار بتونه ادامه پیدا بکنه من نیاز دارم اینو حتما مانتایزش نیاز داره دقیقا آره و اصلا چیز بعدی نیست اتفاقا نکته که تو داری میگی انترپرنور ها همین رو یاد گرفتن انترپرنور یاد گرفتن پشنشون رو مانتایز بکنن میدونی اصلا کاری که اصلا این مثال رو زدیم دیگه ایلان ماسک داره شاتل بیاره میفرسته مریخ داره راکت میفرسته مریخ هیچ هیچ اه, تعریف بیزینسی نداره تو نمیتونی میری سرمایه گذار فعلا بگیری بگی آقا بیا سرمایه بذار من برات درآمدزایی میکنم اینجوری که حالا بریم مارس تا چه پول داریم ولی تونسته یک با روش های دیگه با اون اکوسیستمی که مثالش رو زدیم مانتایزش بکنه من از همینجا از همین تلفن هم اعلام میکنم که ما میخوایم اسپانسر بگیریم مثلا میخوایم تبلیغات بگیریم و میخوایم شروع هم بکنیم که این پادکستر یه مقداری ببریمش جلوتر و من به خاطر همین دلیلی که گفتی با همین طرز تفکر میخوام بتونم برای این کیفیتش برم بالاتر و ازش درآمدزایی از هم بکنم یه چیز دیگه هم بگم خیلی ها مثلا به من میگن که بیا آقا با مثلا با دارا خسرو رو بیار اینو بیار اونو بیار و اینا و منم اینطوری هم که باشه میارم ولی مثلا توی یوتیوب خب ما ایرانی ها کمتر یوتیوب داریم استفاده میکنیم کمتر سابسکرایب زدیم یه چیزی هول و مثلا الان 80 هزار نفر کلا در مجموع دارن پادکستر رو گوش میکنن ولی توی یوتیوب مثلا فکر کنم 12 13 هزار نفر فقط سابسکرایب کردن خب خیلی برام سخت تره که الان بخوام مثلا برم یه آدمی گنده مثل دار خوشوشایی که سی اوبره رو ور دارم بیارم بعد بگم بیا پاشو بیا طبقه 16 مثلا طبقه 16 13 هزار تا سابسکرایبر داره اینا میگم اونایی که گوش میکنن حتما حتما این دکمه ساب رو بزنن با اینکه من هیچ وقت نداشتم که مثلا آه... من خودم برعکسم من پادکستی که نسخه تصویری داره تصویریشو میبینم این حرفی که زدی خیلی درسته به نظر من هنر تو همین حرفی که هستی یعنی اسکیل که آدم ها دارن این برام نویسیه نیست این این پرابلم سالوینگ است کار باحالی که آدم ها میکنن میشن استارت زدن نیست پشن و کردنه و حالا پشن نه به من خود کاره میتونه پشن نباشه میدونی یعنی مثلا من با مرشاد پزشک داشتم صحبت میکردم که الوپیکو پیکو و اینا خب مثلا مرشاد نام یه بیزنس دیگه اینجا را انداختن ولی خب بیزنس ها معمولا بیزنس های خشکیه مثلا دلیوری الو مثلا الوپیک مثلا میدونی یه ولی پشن تو پشن تو جای دیگه پیدا کردی پشن توی با آدم و صحبت کردن است تیم ساختن است اون بیزنس مدلته میدونی پشن تو کد زدن توی اپتیماس کردن روت برای این مسیراست پشن چیز ای و من فکر کنم این کوالیتیایی که به قول معروف شاید برای من و تو هم زمان گذشته هی hey, به عقب نگاه کردیم هی hey, سعی کردیم ببینیم چیا رو بهتر کنیم چیا رو نگه داریم و به این نتیجه ها رسیدیم به من خیلی این چیزی که صحبت کردن خیلی ملموسه برای ما چون خیلی آدما تو دایرکت حضوری این برای من میبینم صحبت کردن کسی که حالا اول بیشتر اول راهن مثلا طرف 20 سالشه دو سالی برنامه‌نویسی یاد گرفته ولی هنوز وارد بازار کار نشده گنگه و این واقعا نیاز داره به اون آدمایی که بهش یاد بدن به این طرف سه چهار تا چیز رو تست کرده و نمیدونم چرا متصل نسجی خیلی هم حوله از طرف 20 سال شده مثلا احساس ناامیدی میکنه میگه من دو سال وقت گذاشتم سه تا زبان برنامه‌نویسی رو یاد تست کردم هنوز نمیدونم درست چیه به اصلا درست, یعنی چی. درست رو من نمیفهمم یعنی چی درستو کی تعیین میکنه آقا تو وقتی میخوای ب... مثلا طرف میاد به من میگه آقا برنامه‌نویس آی او اس دارم یاد میگیرم خب تو ببین آیا میخوای ایران بمونی خب اگه ایران میخوای بمونی آی او اس اشتباهه بخاطر اینکه تو الان تحریم بوده اصلا شرکت تو دیگه نیاز نداره به آی او اس یه وقتی تو میخوای بری آلمان آمریکا خوشا آی او اس اونجا خوب باشه یه وقتی مثلا خیلی مهمه تو تو کدوم جغرافی میخوای زندگی کنی الان اگه شما یه برنامه‌نویسی بیاری بگه تو آمریکا مثلا من زندگی کنم این کارو کنم این کارو میکنم درسته خب ولی ممکنه برای من درست نباشه اون من اینجا کار نکنه ما تنها وظیفه ای که داریم مثلا میتونی به آد... وظیفه که نه میتونی به آدمو کمک کنی اینه که وصلشون کنی به اونجایی که باید مثلا ما وقتی یه نفر میاد شرکتمون تازه کارشو شروع میکنه نمیان بهش میگم آقا یه بلاگ بنویس تستی بعد خب تو آقا توانمندیت ثابت شد اینو دیلیت کن بنداز دور میام یه تسک کوچیک تو پروژه واقعی بهش میدم وقتی مثلا پروژه میره بالا خب حالا پروژه ما اکثرشون در حد خودش صاحب نامن تو فیلد خودش برندن اکثرا طرف میبینه آقا درست دو خط کد زده ولی تو این دو خط کده رو لاگین فلان سیستم داره کار میکنه فلان سیستمی که قبل از اینکه این اصلا بشناسش بیا شرکت ما مطمئن بوده پسر خال دختر خالش ازش خرید میکنن خیلی حس خوبیه میره خونه پیش مثلا مهمونی میره آقا این سیستم رو که خرید میکنه مثلا من اونجا دیولپرم اینکه تجربه براش ملموس بشه بقیه مسیر خودش پیدا میکنه با برنامه نویسا دوست میشه میره کافه میره استخ گپ میزنه میبینه آقا گولنگ براش خوبه اونو میره دنبال میکنه پایتون بهتره آدم آزمون و خطا رو خودش انجام میده اینکه ما الان بیایم بهش بگیم نه فلان چیز خوبه و چیز خوبه کمکی نمیکنه خیلی بهش ام. ولی یه کم هم بهش حق میدی توی این دور زمانه که یه مقداری دو نویز دنیای الان اینکه گفتم نسل جدید هولن باز توی ایران من بهشون حق میدم به خاطر که زمان دانشگاه ما از صد نفر دو نفر کار میکردن و پول مثلا اضافه تری به بقیه داشت الان کسی که مثلا هیچ جسش ای کار نکنه ممکنه خودش و خانواده‌اش دخلش با خرجش نخونه طبیعت مثلا با این وضع اقتصادی که ما داریم ولی میگم از طرفی ببین تو هر شرایط اقتصادی یا هر چیزی باید پذیری مثلا 18 سالگی تا 24 5 سالگی وقت بیشتری برای آزمون و خطا هست مثلا یه نفر همین چند روزی شما توییتر دایرکت داده هنوزم نگه داشتم که سر فرصت جوابش بدم چون جوابش طولانیه احتمال اگه ببینه میدونه جوابش ندادم هنوز فرسیده که گفته نزدیک یه سال و هفت ماهه من چند تا زبون رو یاد گرفته و هنوز نمیدونه باید چی کار کنم و این متاسفانه خیلی شد فکر کنیم وحی منزله آقا اگه تو مثلا جاوا رو شروع میکنی که جاوا است، مثلا دیگه, دیگه بسته شد تو تا آخر جاوا دیولوپری آقا من خودم سال دیگه که با تو صحبت نمیکنم نمیدونم شغلن چیه حالا این که چه زبان برنسی که بماند من اولی که شروع کردم 82 83 CSS HTML شروع کردم بعد میخواستم سایتامو داینامیک کنم یه مدت ASP کلاسیک کار کردم بعد از یه سال دیدم دنیای پی اچ پی بزرگتره مثلا سورسایی که در اختیارمون بود بیشتر بود. رفتم پی اچ پی این وسطا دلفی و ویژوال بیسیک هم کار کردم در حد پراکنده تو دانشگاه سی شارپ یاد گرفتم جزء درسامون بود بعد که اومدم 92 90 91 92 بچا گفتن آقا اندروید داره میاد 92 بود بکنم. رفتم جاوا یکم قبلا بلد بودم دو سه تا پروژه کوچیک جاوا زده بودم اومدم اندروید رو یاد گرفتم بعد اصلا بک اند گذاشتم کنار سه چهار سال فقط کار اپ می‌کردم چون ترند بود ورکشاپ گذاشتم برنامه‌نویسی اندروید انجام دادم دوباره در واقع بک هست اومدم مثلا یک کم پایتون خودم یاد گرفتم ولی تو شرکت آقا چون مثلا ما تجاری داریم کار میکنیم دیگه این فریم لاراول وایرال تره کامیونیتیش بزرگتر دیولپرشو بخوایم بیشتر از ما دیولپر بخواد رزومه بفرسته اکثر شرکت ها مثلا لاراول رو میخوان اومدم مثلا رو اون کار میکنی به وقتی به من میگن به نظر زبان برنامه‌نویسی خوب چیه خوب یعنی چی به ممکنه من یه زبان برنامه‌نویسی بلد باشم 20 سال پیش ولی الان میخوام برای مغازه پدرم یه کسب و کارش آنلاین کنم همون زبان برنامه‌نویسی برای من خوبه بخاطر اینکه خودم میتونم با اون کسب و کار رو ام وی بالا بیارم خوب اینجا فرق میکنه یه وقتی اسنپ یکی از میکرو به یه لول ترافیکی رسیده اصلا همه نظر آقا دیگه زبانه یا جواب نمیده اون موقع خوب برای اون میشه اون چیزی که نیازش رو رفع میکنه یه موقع من رفتم آلمان مهاجرت کردم اولش میخوام فقط پول دارم به هر قیمتی خوب اونجا زبانی که چیزش بزرگه کامیونیتی بازار کارش مهمه خب خیلی نسبیه به شرایط آدما یه موقع از شما فقط میخواید پول در رو ریفرلا شروع کنی وارد بازار آیتی شی حالا بعدا ببینی چی میشه از ما برنامه نیست داشتیم بعدا شغل شده دیجیتال مارکته کسی داشتیم دنبال نتورک اومده شرکت ما شده ای که برنامه خوبه خوبمون یعنی آدما خیلی ممکنه سویش کنن این بگه وحی منزل نیست آقا تا ابد این بمونی اگه اینو بذاریم کنار آقا یه،, یه تحقیق اولیه کن بعد شروع کن کسی که مثلا یه سال دو مثلا بعضی از طرف من که من یه سال میخوام برنامه‌نویسی شروع کنم میگم تو اگه میخواستی که شروع میکردی یه سال میخوام معنی نداره و برنامه‌نویسی هم اگه مثلا تو تو رو رویت در حدی باشه که بخوای برنامه‌نویسی خیلی راحت سرچ میکنی مثلا بعضی وقتا سوال از من میپرسه آقا برنامه‌نویسی اندروید از کجا شروع کنم حتی آدم یه قدم جلوتر رو تصمیم گرفته اندروید رو شروع کنه یعنی اون قدم گم نیست این سوال خیلی برای من عجیبه بخاطر اینکه من وقتی برنامه‌نویسی رو شروع کردم اینترنتم دایلاب بود سایت استک اوورفلو یوتیوب آپارات نبود توییتر و اینستاگرام نبود من آدم رو فالو کنم مثلا اینا مثلا سهیل هم اینجوری کد میزنه پروژش اینه این کامیونیتی ها نبود ایونت نبود من برم یه ایونتی با چهار تا آدم لینک بشم سایت های کاریابی مثلا نبود این مثلا یه تاش یه اکسپرت بود حالا همینو من دارم میگم میگم همین موردی که من با هم عقیده اما فقط میخوام یه اه... یه ساید قضیه دیگرم ببینیم که حرف منم نیست منم خوندم این قضیه رو که من و تو هم الان داریم نگاه میکنیم میگیم بابا استکور فلو یوتیوب اصلا چه جای سوالی برات وجود داره که از کجا شروع بکنی از از چپ شروع کن از چپتر هش شروع کن از هر جا دوست داری شروع کن اینو میفهمم ولی یه اتفاق دیگه هم که داره میفته اینه که دنیایی که الان این نسل کوچیکتره داره کار میکنه خیلی نویزیه ببین من و تو موقعی که شروع کردیم واقعا با همین یه شروع کن برو تا بعد ببین چی میشه و اتفاقا نبود استک یوتیوب و اینا به نفعمون شد میدونی یعنی باعث شد که همون تو دنیای خودت بمونی و هی, هی با اون و هر چیزی که جلوته وری میدونی یا من خودم هم یادم مثلا گیم بازی میکردیم مثلا خوراک همین گیم های کرک شده بود ایران میگرفتی ولی میذاشتی کلیک میکردی کار نمیکرد باید یک بعد یه دی پاک میکردی یه دی کپی میکردی یه کاری باید یعنی یه ساعتی طول میکشید اون موقع ما فکر میکنم کرک کردن یه قصت مراحل نسل یه برنامه است آره آره و و اینا باعث شد که با همین کانسپت ما آشنا بشیم میدونی الان من هم با تو هم نظرم این همه ریسورس هست که ما موقع نداشتیم ولی یه اتفاق دیگه که اونور افتاده که دنیاشون خیلی دنیا نویزی تره یعنی اینی که الان من اگه خودم الان یک بزنم یکی بذارم جای یکی که تازه میخواد شروع بکنه با اینکه میدونم الان دیگه کوش مصنوعی با چت و اینا این کار رو داره میکنه واقعا شاید یه مقداری برام سوال بشه که از کجا شروع بکنم برای برام نویسی میدونی یوتیوب برم سرچ بکنم هزار تا ریزالت بیاره برام سوال میشه نه من نمیگم که خودت تشخیص بدی چی رو شروع کنی ولی میگم به همین نسبت منابع در اختیار توه که تو به سریعتر به انتخاب اینکه چی شروع کنی برسی به انتخابت هم که به وقتی طرف میگه نمیخوام برنامه اندروید رو شروع کنم آقا انتخابش مشخصه دیگه جاوا کاتلین مثلا حالا چهار تا زبان دیگه به نظرم من ریسرچ کردن و ما اول از همه باید یاد بگیریم ببین مثلا من به مثال همین پادکست ساختم و همین روشی که الان دارم با تو صحبت میکنم برای اینکه ایرانی ما از سرعت اینترنت روی کیفیت و قطع شدن و تاثیر نذاره خب هفتش دهتا تا سافر هست میدونی؟ خب این در وحله اول من اگه, اگه میدونستم یه سافره که از فردا شروع میکردم این میدونی ده تا هست میگی من یه ساله میخوام شروع کنم چون میگی حالا من وقت بذارم این ده تا رو بررسی بکنم میدونی اینه که باعث میشه که تو شروع نکنی ولی چیزی که میتونی یاد بگیری که how do I research میدونی من چجوری ریسرچ بکنم من چجوری یه بابا من هنوز برام عجیبه که من آدم های فرهیخته هم میبینم آدم های مثلا مشتی هم که میبینم مثلا سافر نوت ندارم که مموریت نوشتهات تمام این خاطرات تمام این کجا داره ذخیره میشه؟ رو کاغذ یا تقویم کاغذی این هدف من مسخره کردن یا اینکه وای تو, ها... ما... تو اصلا چرا یه سری یا آقا من راحترم؟ نه بحث این نیست بحث اینه که تو داری از یه چیز خیلی اینفیشنت تو دیگه آ... استفاده نمیکنی آره بابا مثلا, مثلا نمی من... نمیدونی هست چه چیزی من آدمی که تو میتینگ نمیدی مثلا یه میتینگ رو من یادم رفت یعنی چی یادم رفت تو 2023 میدونی کلندر ریمایندر نوتیفیکیشن نوتای قبلی دوباره اصلا خیلی یعنی و اینا رو ما... من فکر میکنم دوباره من برمیگردم به همه حرف قبل مهمتر از برنامه ما یه اتفاقی برامون افتاد که اینو در نظرش نمیگیریم و هی داریم به خودمون میبالیم که ما خیلی باحالیم اون هم اینه که ما به واسطه اینه که توی دنیای خیلی ساده تر و کم نویز تر بود رفتیم آخه بازی و بازی سه بودی خفن نبود من تو نشستیم نویسی کردیم میدونی اگه بود نمی کردیم شاید میدونی اگه به اون میرفتی یا یه بازی یا وی آر میذاشتی میرفتی ایمرس میشدی تو قضیه ما تفریمون واقعا صدای این که بود بزنی صدای بیق بیق مودم بده و یه وصلی بشی به اینترنت و بعد وبسایت هم همه خیلی بیسیک بودن و خود هم یه ویو سورس میکردی و میفهمی تا خط تو از دو شروع میشه الان تو با یک کامپلیکسیتی و با یک نویزی من فقط میخوام از دید اونا هم ببینیم یکم ها و بعد راه هم براش پیدا کنیم ها از یک کامپلیکسیتی و نویزی دارن شروع میکنن که اصلا از همون اول داره اینا رو نیگرشون میداره و به نظر من ما هم شانسی با توجه به این رفتنه یاد گرفتیم چجوری نوت برداریم شانس شانسی قطعا دخیل بوده خیلی بوده یعنی من به نظرم 99 ممیز 9 تمام اتفاقاتی که حالا 99 از 9 نه ولی 99 و من حتی هر اتفاق هم که هر افتاده یک درصد پشت کار 99 درصد شانس من خودم آره. منم جدیدا خیلی معتقدم که شانس تاثیر داشته آره. آره. به صحبت من اینه میگم وقتی یه نفر میخواد شروع کنه این حالا آره. داره میگه دنیا نویزی فلان حالا ده. کاری با اون ندارم میگم اگه کسی اینو گوش میکنه البته اینم تجربه من ها قطعا درست نیست صد در حالا شاید به کسی کمک کنه من میگم اگه بیای از یه آدمی مثل من مثل حالا هر کسی که دو سال بیشتر از بقیه تجربه داره بپرسی مثلا زبان برنامه مثل نویسی جاوا خوبه یا مثلا پسر خانم گفته مثلا گولنگ شروع کنم فعلا دارم اونو یاد میگم این سوالای اشتباهیه ما برای شروع اول باید سوالای درست سیا یاد بگیری آقا میخوای چیکار کنی تو بیا به من بگو من دوست دارم دو سال دیگه برم تو اسنپ مثلا بشم تو تیم برنامه نویسی جالا هر پوزیشنی دلم میخواد مثلا دیوابس بشم میخوام مهاجرت کنم به آمریکا میخوام یه اپلیکیشن یه ایده داره اپلیکیشن اکواسی بنویسم بزنم تو بازار پول در بیارم تو اول نه سوالم اینه میگم نه اصلاً اصلا تو سال دیگه نه بگو میخوام هفته دیگه این کارو کنم یه سال دیگه یه ماه دیگه دارم میگم تو ببین برنامه‌نویسی ابزاره تو بگو میخوای چیکار کنی به مثل من به سوی از سو سرنگ بهتر یا 5 آقا من میخوام کلیم رو عمل کنم من میخوام دماغمو خوشگل کنم اول تو بگو دغدغه بگو میخوام برای بابام یه سایت بزنم مثلا لوازم یدکی که میفروشن آنلاین بفروشم میخوام استخدام یه شرکتی بشم میخوام پول در میخوام اپ بذارم اصلا کیفیت برای مهم نیست تو دغدغه رو بگو بعد ببین انتخابات چیه آقا من میخوام اپ پیامستان بنویسم یا پول در میاره یا نمیاره. از در نمیاره اصلا میخوام عنوان نمونه کار بدم میخوام خودمو محک بزنم آقا برای اندرو دیگه انتخاب ها محدود شد دیگه جاوا و کاتلین تو این مرحله 4 تا سرچ کن این مرحله اگه از من بپرسی جاوا بهتره یا کاتلین من اینجا میتونم کمکت کنم اون سوال اولی رو نمیتونم جواب بدم بخاطر اینکه خوب اصلا معنی نداره آقا زبان خوب چیه من خودم وقتی میخوام یه چیزی رو انتخاب کنم سوال چند تا چیز در نظر میگیرم یکی ترند باشه اون موضوع خب ترند بودن باعث میشه من جلو بیفتم من موقعی که برنامه‌نویسی اندرویدو شروع کردم خیلی زود شروع کردم مثلا بقیه میگم فکر میکنم مثلا من کد خفن نمیزنم نه من فقط زودتر شروع کردم ترند منظورت اینه که کامیونیتی داشته باشه نه ترند چیزی که جدید درشت. اومده نه نه یه چیزی که جدید اومد آقا برنامه اندروید جدید اومد من شروع کردم من یه دونه اپ دیکشنری نوشتم خب دیکشنری خیلی ساده دیتابیس هم آفلاین بود اون موقع چون گوگل ترنسلیت رو اپ اندروید نداشت استفاده میشد ها هر از گاهی تو توییتر توی توی منو منشن میکنن میگن یا دش... ترند که انگولار یاد میگرفتی رفت تو پاچت که خب ندارم ت... چند تا قضیه موضوع دارم چند تا ویژگی داشت ترند بودن کیشه دارم میگم ترند باشه برنامه‌نویسی اندروید که من کردم با همون یه دونه دیکشنری من یه دونه اپ از همراه اول گرفتم یه دونه نت یعنی با این نمونه کار کوچیک من برنامه سی اندروید نبود که اینا پیدا کنن ترند بودن باعث این کاتالیزور عمل میکنه الان اگه من مثلا لاراول بلد باشم خیلی کارم سخت داره چون لاراول دیوپر زیاده کامیونیتیش بزرگ باشه مثلا خیلی از دوستای ما چند سال پیش گولنگ یاد گرفتن گولنگ یکی از زبانایی که من هم دوستش دارم هم خیلی قابل دفاعه ولی میگم چند سال پیش که بچه ها شروع کردن خیلیا به کامیونیتیش کوچیک بود اولا من کسب و کاری میشستم که اومد رفت رو گولنگ و چون دیولپرهاش مهاجرت کرد شکست خورد بخاطر این سویچ فنی سویچ کردن تو این تکنولوژی و کسایی بودن که از اونجا میومدن ولی جایی نمیگرفتشون و درست کامیونیتی رو ما بعد بسازیم ما ولی دارم میگم من الان نباید بیام مثلا چیزی که بلدم داره ازش پول در میارم 100 درصد بذارم کنار برم سراغ یه چیز دیگه کنار کنم هزار تا زبان برنامه‌نویسی و تکنولوژی دیگه دارم تست هزار تا مثال میذارم دو سه تا زبان برنامه‌نویسی دارم تست می‌کنم اونو فعلا تست کنم به کامیونیتیش کمک کنم به اینا کنم ولی درآمدم فعلا نبرم رو به ترند باشه کامیونیتیش بزرگ باشه به اندازه کافی یکی اینکه تو جغرافیام بتونم ازش پول در بیارم بین همه اون دو تا مثلا زبان آی برنامه سی آی او اس حالا سویفت و قبلا ابجکتیو سی داشته ولی الان کسی بخواد تو ایران شروع کنه اشتباهه بخاطر اینکه تو ایران برنامه سی اپل درآمد نداره تو جغرافیایی که میخواد ازش پول در بیره. یکی هم میزان کاربردی بودنشه ببین مثلا چند سال پیشا یه نفر مثلا رفته بود حالا هوش مصنوعی الان ترنده مثلا فکر کن 5 سال که هوش مصنوعی بلد بود ولی خب انقدری تو کسب و کارشون کاربردی نبود تو جغرافیای ما پول نمیتونست ازش در بیاره ولی HTML CSS نه ترنده نه مثلا اون موارد دیگر رو داره ولی انقدر کاربردیه شما هر یه ای برای همین پادکست یه صفحه تو اینترنت میخواد داشته باشی نیاز به CSS HTML هست حالا CSS HTML مثال دارم میذارم من این چهار رو برای خودم در نظر میگیرم همیشه میخوام چیزی رو شروع کنم ممکنه یکیش رو نداشته سه تای دیگه به ها یعنی این بنچمارک خوبی بهم به میده ولی تجربه منه نمیگم حتما درسته حالا میلاد از الان به بعد برنامه چیه در چند سال آینده خودتو همچنان تو ایران میبینی خودتو همچنان برنامه نویس میبینی خودتو همچنان دولوپ کردن سافر میبینی ببین من که خیلی واقعا هیچ وقت از بچگی طولانی مدت هیچ برنامه ریزی نکردم مثلا بگم پنج سال آینده فلان و اینا همیشه در لحظه یه کاریو کردم حالا برای 6 ماه یه سال برنامه داشتم رفتیم جلو الان که ما یه سری مثلا تو شرکتمون ببین من اگه خیلی وقتا حسرت میخورم میگم کاش که الان من مثل قدیم 7 8 سالی که فریلنس کار میکردم بودم خودم بودم و لپتاپم کوله پشتی اگه تو اون موقعیت بودم قطعا تو 3 4 سال گذشته از ایران میرفتم یه روز به صبح بیدار میشم آقا یه بلیت میگیرم به یه مقصدی اصلا حالا تا بتونم یه جا ویزای کار بگیرم کار پیدا کنم فعلا میرفتم استانبول زندگی میکردم حد حقا بینستم و اینترنت هم یکم بهتره حساب بانکی مسترکارت دارم فیپل دارم راحت الان هم دارم پیپل ها ولی دیگه استرس نداشتم به قطع بشه فلان شه بعد اونجا اقدام میکردم حالا برای جای بهتر یعنی انقدر در لحظه زندگی میکردم که میرفتم واقعا ولی الان واقعیت هم کسب و کارها هم افراد زیادی به هم وابستن متاسفانه یا خوشبختانه چون شرکتیم و شرکتم مسئولیتش رو دوش منه من خیلی راحت نمیتونم به این زودی ها برم و رفتن یا موندنم چیزیه که خودم نمیدونم واقعا هم من رفتن رو دوست دارم اینکه برم یه جا با آرامش کار کنم هم موندن رو دوست دارم از یه طرف به این فکر خب مثلا آن خیلی احساسی شاید باشه حرفا خب خونه وادم اینجا هم. مثلا من چند بار من زندگی می‌کنم مثلا من چند بار مگه بزرگ شدن برادر رو دیدم حالا من من اینجوریام ممکنه یه نفر بگه تو قرن مثلا 21 چه حرفیه میزنی آدم خودش باید باشه من برای شخص خودم هیچ شخص نتونستم 100 درصد تصمیم بگیرم برم یا بمونم دو بارم تا مرحله رفتن رفت رسیدم تو در دوازه سال گذشته ولی الان دارم میگم فقط انتخاب خودم نیست وابستگی های کاریم هست مثلا اون پروژه که داریم حالا خیلی اسکیلشون بعضا بزرگه و فقط اینجوری نیست یه پروژه برنامه نویسی به ما داده باشن صفر تا صد زیر ساختش و همه چیزش دست ما و کسب و کاری که مثلا نفر روش دارن کارمند داره خودش کارمند غیر فنی دارن ازش مثلا درآمد دارن و این چیزی نیستن یه شب خدافظ رفت و از دورم نمیشه واقعا منیجش کرد از اون برم مثلا خب یه کامیونیتی اینجا میشناسنم اینا باز اینا من هنوز به این نچه نرسیدم چی کار کنم به من چیزایی که برام رفت جذابیت های رفتن و جذابیت های موندن یه جوری برابره برام الان هم دور زمانی هم شده که راستشو بخوای بس قدیم نیست که دیگه بگی من رفتم من الان خودم که کانادا از سالی که گذشت هفت ماشه کانادا نبودم تو هر کشور دو ماه سه ماه بودم میدونی و به نظر من الان درستش هم همینه یعنی اصلا وزن مهاجرت و سفر کردن یکم کم شده الان میدونی قبلا کار سنگینی بود ولی الان به نظر من الان میشه خیلی راحت منیجش کرد ولی سه چهار سال پیش اگه مثلا یه نفر به میگفت میخوام برم نه سعی کنم منصرفش کنم آه. مثلا بهش میگفتن آره اینجا هم این کارو میتونیم بکنیم اون کارو میکنیم خوبیای موندن بهش میگفتن ولی الان که مثلا این کم سنم بالا طرفه شاید یکی از دل... مثلا پخته تر شدم این حرفو میزنم ها نه ب... به... هیچ کس نمیگم رفتن خوبه یا موندن هر آدمی ممکنه براش فرق کنه به کسی نه امید میدم نه ناامیدیمو بهش تزریق میکنم نه امید علکی میدم نه ناامید اگه یکی میخواد بره مثلا میگه دارم آلمانی میخونم برم میگم ایول زبان لپتاپ گوشیتم آلمانی کن که زودتر یاد بگیری سایت ها رو آلمانی کن گوگل تو آلمانی کن یکی هم میگه میخوام بمونم این کارو کنم میگن چه باحال منم اینجا کمکت میکنم به خاطر یه سال دیگه ممکنه خودم برم یا بمونم نمیدونم گنگم میلاد نوری بیشتر میلاد نوری باش به نظر من بیشتر نقد کن بیشتر این دوستان مسئولمون رو پاسخگو قرار بده خیلی کار مهمی می کنی اون یه درصد یه درصد جامعه که این کارو میکنه خیلی یه درصد مهمیه تا الان هم اگر نپاشیدیم از هم دیگه به خاطر وجود آدمایی مثل شماست که نگر میدارین این آدم ها رو دمت گرم خیلی حال کردم با حرف زدم ایشالا دوباره با هم صحبت بکنم ببینم پروژه بعدی چیه ممنون ازت منم خوشحال شدم این یک درصد رو که حالا میگم من معتقدم هممون در هر جایی که میتونیم باید کار درست رو بکنیم دیگه هر جایی هر جا که دستمون رسید چون یه اتفاقی هم که میفته بعضیا مثلا میگن خب آقا اون یه درصد دارن یه کاری میکنن دیگه ما بشینیم نگاه کنیم درس که ما هم هیچ وقت تصمیم نگرفتیم که مثلا یه دفعه اتفاق افتاد مثلا بعضی وقتا به من میگن آقا چه پرسونال برندینگ کنیم میگن واقعا من بلد نیستم واقعا بلد نیستم هم اتفاقی یه سری کارو اتفاق افتاده همین مطالبه گری هم همینه هر کس هر جا دید مثلا یه کاری ازش در می... انجام بده انجام بده منم خیلی خوشحال شدم امیدوارم صحبتتون برای دوستان مفید باشه باشه و دوباره ببینمت آره و میگم بازم میایم یعنی هی سر موضوعات مختلف و اتفاقات مختلف شروع میکنیم با هم دیگه صحبت کردن درمت گرم میلاد قربونت خوشحال شدم مشتی هستی کاپتان کشتی هستی